دوستان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما و من باشه. امروز دوشنبه است، 27 شهریور 1396 و برابر است با 18 سپتامبر 2017. مهمترین خبرها این است که در نیویورک اون جنرال اسمبلی یا نشست سالیانه سازمان ملل به راه است و باز هم یه عده دور هم جمع میشن. یه عده میگن سازمان ملل چنین و چنان و قطعنامه صادر کنه و من و شما هم که میبینیم این سازمان سازمان ملل نبوده و نیست، باز هم نگاه میکنیم، باز هم گوش میدیم ببینیم چی میگن، بعدم میریم دنبال کار خودمون. اجازه بدید من این صفحه رو در تلویزیون مردم هم شیر کنم. از دوستانی هم که برنامه های ما رو نگاه میکنن خواهش کنم این کار رو انجام بدن، مخصوصا اون دوست همشهریمون شیرازی که دفعه قبل گفت نتونستم. مهم نیست، حتی اگه اون موقع که برنامه زنده است شما شیر نمی کنی میتونی بعدن شیر کنی، مهم نیست. این هم از این ماجرا. اجازه بدید، بله، درباره یونایتد نیشن اگر آقای ترامپ تو عمرش یه حرف درست زده باشه اینه که پارسال حدود یک سال و نیم پیش ماه مارچ 2016 درباره یونایتد نیشن صحبت کرد، گفت این باید عوض بشه چنین و چنان، و امروز هم حتی توی صحبتهاش گفت که ریفورم یعنی تغییراتی که به اصطلاح برای بهسازی یا بهبودی یک جریاناتی هست. ولی ماجرای یونایتد نیشن و منظور آقای ترامپ از ریفورم اینه که بدینش دست ما، هر بلای خواستیم سر دنیا بیاریم، شماها هم ساکت باشین، صداتون در نیاد. خانم جاوید عزیز لطف کردن پیام گذاشتن، ولی در پیامشون این مقدار کم لطفی کردن و باز گفتن که فکر میکنن من بهشون توهین کردم. چرا ما اگه یک کسی نظرشو میگه شما فکر میکنید توهین کرده؟ خب منم اینجا نشستم شما نظرتونو میگید و نظرتونو میذارم شنیده بشه، هیچ توهینی نیست. بریم پیام ایشون رو بشنویم درباره گفته های آقای آریانپور. ایشون صحبت کرده و اگر میخواین پیام طولانی تر بذارید ما فعلا اون شماره تلفن 703-957 این زیر الان براتون میارم ببینیدش، 703-957-6150 این رو نگه میداریم تا یکی دو هفته دیگه. بعد میتونیم من و شما قرار بذاریم، مثلا بگم چهارشنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر من به شما زنگ میزنم، اونجوری هر قدر میخواین میتونید صحبت کنید. ولی به نظر من هرچی که صحبتها کوتاه‌تر باشه گوینده یا اون کسی که تماس میگیره سعی میکنه مفیدتر و مختصرتر صحبت کنه. حالا بشنویم صحبتهای این خانم جاوید رو که میگن آقای آریانپور سطحی نگاه کردن و ایشون میگن من نگاهم عمقیه به ماجراهای ایران. یک، دوم، اون روز بعد از اینکه من پیام شما رو پخش کردم خانم چندین نفر تماس گرفتن گفتن از خصاصت برادرای شاه و خانواده شاه، خانواده فرح پهلوی، حتی شعبون بیمخ که به اصطلاح چی میگن دست پرورده اینها بود و باشگاه و زندگیش رو از اینا داشت، اون هم در کتاب چیز صحبت کرده، در کتاب شعبان جعفری که خانم هما سرشار به اصطلاح باهاش مصاحبه های انجام داده بود و حاصل این مصاحبه ها کتابی بود و تا موقعی هم که زنده بود پخش شد که کسی نتونه بگه اینجوری. اینا حتی شعبان بیمخ، شعبان جعفری
اون توضیح داده که آقا این آدم مفتخوری بوده، هر وقت میمده باشگاه باید براش بهترین خوراک و اینها رو چیز میکردیم، چپ و راست هم دوغ اولی میخورد. و بعد حتی توضیح میده که یک جایی مثلا گفته برین یه بیابونی رو متر کنین و اندازه بگیرید به سب برسونید برای این. و اینا تعجب کردن آقا این که همه چی داره دیگه، حالا این بیابان خشک برهوت رو برای چی میخواد؟ سعدی همشهری ما گفته که این چشم طمعکار دنیا و انسانها رو یا قناعت پر کند یا خاک گور. اینها قناعت نکردن و یکی یکی خاک گور چشمهاشون رو پر کرد. حالا بشنویم ببینیم این دوستمون چی میگه. اصلا بهتر من وقتی شما دیگه صحبت میکنیم من چیزی نگم، واگذار کنم به خود بیننده ها. ولی اگه یه بیننده ای تماس گرفت، اون هم پیام گذاشت، من پیام اون رو پخش کردم، شما این رو حمل بر توهین نکنید، یه مقداری تحملتون رو بالا ببرید. فکر کنید توی مهمونی یه صحبتی میکنید، بعد یه نفر از اون طرف میگه نه خانم اینجوری نیست. شما نباید ناراحت بشید. بشنویم و ببینیم با هم. با سلام خدمت شما و بینندگانتون، جاوید هستم. صحبتهای قبل من در مورد آقای آریانپور شما اجازه ندادین به تمامی برسه، ولی سوالی از من کردین چرا انقلاب شد؟ ارتشیای ایران در انقلاب دست به سزایی داشتن از سالها قبل. جوانتراشون لباس شخصی می پوشیدن، مردم تو کوچه و بازار گیر می دادن، مسنتراشون مشغول مسائلهای دیگه‌ای بودن، دادگاه‌های نظامی، ایناری که مردم به این دیده بودن. اینا رو آقای آریانپور باید بیان عمیق‌تر صحبت کنن، برای که فضای و موقع رو بین سالهای 1340 و 50 یکمی توضیح بدم. از نقطه نظر مردم، ما در خیابون امیرآباد بالا، خیابون رستم زندگی میکردیم، یه خونه اجاره‌ای با برادرم و مادرم. این خیابون یک آقای، یک زمین خالی بود و یک آقای به اسم نادلی اونجا زندگی میکرد، سبزی میآورد، میوه میآورد، مواظب مردم خیابون بود، مردم کمک میکرد، مردم مسافرت میرفتن، خونه هاشون زندگیش به این طریق مردم تأمین میکردن، اونم به مردم کمک میکرد. ته خیابون رستم یه جناب سرهنگی زندگی میکرد، سالهای 1340 تا 50 هیچ کس از فامیل جناب سرهنگ خبری نداشت، هیچکی اجازه. نایلی بعضی وقتا من و برادرم و اینا رو صحبت نگه می داشت، می گفت این جناب سرهنگ زمانی که فکر می کنه شاه موندنیه میاد به نادلی داد و فریاد که این سبزی ها و این کوتاهی ها چیه می کنی، ولی زمانی که جناب سرهنگ فکر میکنه شاه رفتنیه میاد به من میگه نادلی سلام، حالت خوبه؟ گرفتاری نداری؟ این دیدگاه یک چی شد؟ پیام اشکال پیدا کرد. با سلام خدمت شما، من بیارمش جلوتر، و بینندگانتون، جاوید هست. آی یک زمین خالی بود و یک آقای به اسم نادلی، اما اینا رو صحبت نگه می داشت، می گفت این جناب سرهنگ زمانی که فکر می کنه شاه موندنیه
میاد به نادری داد و فریاد که این سبزی ها و این کوتاهی ها چیه میکنی؟ ولی زمانی که جناب سرهنگ فکر میکنه شاه رفتنیه، میاد به من میگه نادری سلام، حالت خوبه؟ گرفتاری نداری؟ این دیدگاه یک ها مثل که همین 3 دقیقه تموم شد. این شماره تلفن 202 هست که این اشکالو داره. بعد یکی از دوستان خانم ماندنا هم همین الان به من گفت که دیروز با 703 تماس گرفته، 7 یا 8 دقیقه پیغام گذاشته و هنوز به دست من نرسیده. من فکر میکنم بهترین کار این باشه که شما با من تماس بگیرید، با ایمیل قرار بذاریم سر یه وقت معین، من از اینجا با شما تماس بگیرم صحبت کنیم. ولی ازتون خواهش میکنم چیزایی رو که میخواین دربارش بگید یا صحبت کنید سرتیتری برای خودتون بنویسید، همینجوری که من روی این صفحه اول سرتیتر می‌نویسم، بعد کاغذامو جابجا می‌کنم، اون خود اصل مقاله رو میارم، یا مثل خبر ساعت 2 بعد از ظهر قدیما تو ایران الان هم اینجوریه، اول خلاصه اهم اخبار رو میگفت که همون هدلاین یا سرتیتره، بعد میگفت دادادام مشروع خبرها. حالا اجازه بدید من از یه دوستی تشکر کنم. ببینید اینجا نوشتم نامه زرد و تشکر از این دوستم. یه دوستی برای من نامه نوشته و از این کاغذهای زرد، این بهش میگن نوت بوک، وقتی میخری از این استفاده کردن، ممنون و متشکر. ایشون نوشتن که آقای سربی سلام، در نامه قبلی که آن هم در یک صفحه زرد رنگی نوشته شده، این جانب متذکر شدم که چون جناب عالی یک انسان خیری هستید، شما هم می توانید اینجا مثل آن گوینده ایرانی که با یک دهن باز کردن 1000 خانواده را از زندان آزاد کرده، شما هم همچو کارهای نیکی را انجام بدهید که خوشبختانه این فکر را توصیه فرمودید که هر کسی می تواند به نوع بشر خدمت نماید. من هنوزم که شما داری نامه دوم رو نوشتید، باز من متوجه نمیشم کدام گوینده بوده که با یک دهن باز کردن 1000 خانواده را از زندان آزاد کرده و نمیدونم. ای کاش ما مستقیم تر و به اصطلاح بعض وقتا با طعنه و اینها مینویسیم، اون وقت طرف مقابل باید بدون منظور ما چیه، یه مقداری ساده تر بنویسید تا آدم های ساده مثل منم بفهمن. من سراغ ندارم گوینده ایرانی که با یک دهان باز کردن 1000 خانواده را از زندان آزاد کرده باشه. من اول نمیدونم که 1000 خانواده تو زندان باشن. شما درست میگی، ممکنه اگه یه نفر زندانی باشه مثل این میمونه که تمام اون خانواده زندانی هستن، و اگه یه نفر آزاد بشه مثل اینکه خانوادهش از زندان. ولی منظورتون اینه یا نه؟ ببینید اگه ساده نوشته بودید این همه سوال با این قسمت پاراگراف یا قطعه اول پیش نمیومد. ایشون ادامه میده متاسفانه شما در نامه قبلی من توجه نفرموده اید. در آن نامه من پیشنهاد کردم که بیایید این کار را انجام بدهیم و اولین نفر من مبلغ 50 دلار برای این کار، یعنی دستگیری از فقرا در حد توان پیشنهاد کرده بودم. ببینید باز هنوزم نمیفهمم، شما میگی در نامه قبلی من متوجه نشدی. خب اگه من متوجه نشدم، یا من فارسیم بده، یا شما درست نمینویسی که من متوجه بشم. زنگ بزنید، پیام بذارید، قشنگ صحبت کنید، بگید منظورتون چیه، میخوان یه حرکتی درست کنید، یکی پول جمع کنه، یکی پول بفرسته. اینها من بارها گفتم ترجیح میدم توی این کارها نباشم، چون بعدش میشم آقای شهرام و همایون، بعدش میشم آقای ایکس، آقای ایگرگ، که طرف میگه آقا من اینقدر پول فرستادم و مثلا سربی بالا کشید. خودتون با فامیلتون، خودتون با دوستتون، خودتون با سازمانایی که قبول داره، ما همین بتونیم حمایت جمع کنیم، تلویزیون مردم رو بچرخونیم، این بلنگو رو در اختیار دوستان دیگه قرار بدیم، چی میگن، شق القمر کردیم.
و مبلغ $30 دیگر جهت تلویزیون فرستادم. ممکن است در ماه‌های دیگر نیز بتوانم کمکی به تلویزیون مردم، تلویزیون خودمان ارسال کنم. ارسال دارم. در ضمن ممکن است به همین زودی‌ها یا در همین نزدیکی‌ها به ایران بروم. اگر آقای دادور امانتی دارد من میتوانم کمک کنم. اسمشون هم نوشتن و تاریخ هم گذاشتن. ممنون و متشکرم. 11 سپتامبر 2017. تلفنشون هم نوشتن، از همین مریلند باد باشن. ضمناً لطف کردن و درباره نوه بنده هم صحبت کردن. از ایشون ممنونم. امیدوارم شما هم اگه نوه دارید سلامت و شاد باشن، اگه ندارید به زودی نوه دار بشید که چیز به اصطلاح لذت خوبی هست در زندگی. ولی اون چی که مهم هست، ممنونم از این حمایتی که شما کردید و اون $30 رو هم به حساب تلویزیون مردم ریختم. و اما این دوست ما امروز 3 تا پیام گذاشته، خانم جاوید اون روز 4 تا پیام گذاشته بودن و ایشون گفت که صحبت‌های من رو شما تمام پخش نکردید. خب ببینید، من اگر 2 ساعت بشینم اینجا، 2 ساعت میشه 120 دقیقه. اگه 12 نفر از دوستان هر کدوم بخوان 10 دقیقه پیغام بذارن، خب من دیگه باید برم، باید هر کسی 10 دقیقه پیام بذاره و بعدا اسمش بذاریم برنامه سربی با مردم. این که نمیشه، میشه مردم با مردم. ولی اونجوری که شما مایل هستید من میتونم یه برنامه با شما باشم، حدود 10 دقیقه 15 دقیقه. شما اون چیزایی رو که میخواین بگید. مثلا خود من الان متوجه نشدم، شما میگین، من میگم چگونه انقلاب شد، شما میگید ارتش جووناش لباس شخصی میپوشیدن میرفتن به مردم گیر میدادن، پیراش هم دنبال کارهای خودشون بودن. این اینجوری آمریکایی‌ها میگن ویگ، خیلی وسیع و گسترده شما میگی، من نمیفهمم. یا دوستان دیگه ممکنه مثل من نادان باشن نفهمن. این کلمه نادانی بد نیست دوستان. شما الان نمیدونید توی اهواز بارون میاد یا آفتابی، شما درباره اهواز نادان هستید. یکی بهتون میگه آقا امروز آفتاب خوبیه، شما دانا میشید. به همین سادگی نادان دانا اب نداره. و اما برنامه شماره 20 عقل بشر، ضمن تشکر از دوستمون از خلیج فارس، اون رو هم داریم، ساعت 3 بعد از ظهر براتون پخش میکنم. و داشتم توضیح میدادم که مهمترین خبری که الان در آمریکا هست، در همین نیویورک، در 4 ساعتی ما، این گردهمایی سالیانه به اصطلاح ملل، که ملتی اونجا نیست، این سازمان ملل غلطه، نماینده دولت ها اونجا هستن، سازمان دول هست. و از اون غلطتر و اشتباهتر اینه که این 180 200 تا هر چیزی که اونجا هستن همه مساوی نیستن. اولا چین و روسیه و کجا گفت انگلستان، یه جایی اصلا نیومدن، چون میدونن آقا برو دنبال چی میگن کشکتو بساب، پشمتو بساب، چه میدونن، گفتن بابا ولمون کن، بیان همونجا وقت بذاریم برای چی. ولی یه چیزی دیگه در رابطه با این یونایتد نیشن هست. اگه اشتباه نکنم انیشتین اینو گفته که تعریف، اصلا میگه definition of insanity، یعنی تعریف دیوانه بودن اینه که یه نفر یه کاری رو انجام بده همیشه یا هر دفعه، ولی انتظار داشته باشه یه نتیجه متفاوت بگیره. در همین رابطه درست یاد دوستان مجاهد میافتیم که جالبه، هر روزم به من زنگ میزنن اینجا که آقای سوربی شما میاین اتوبوس مجانیه. گفتم والا آقای غلام ترشیزی گفت اتوبوس مجانی نیست، شاید برای ایشون مجانی نیست، با خرج خودش میره، ولی گویا اتوبوس مجانی گذاشتن. دوستان بشتابید. اگه فامیلی دارین میخواین تو نیویورک و اینا برین، احتمالاً اینا دفعه اولم نمیتونن کنترلتون کنن که شما اونجا که پیاده شدید پهلو فامیل و دوستاتون رفتید یا رفتید برای اینها، واسه قرار برید برای اینها چیکار کنید؟ برین اون طرف خیابون وایسید، مردم نیویورک، اون چندتایی که با عجله دارن میرن سر کار، اونایی که هیت نفرت دارن از این تظاهرات که میاین، شما باعث میشی نهارش دیر بشه، باعث میشی تاکسی مثلا دیر گیرش بیاد، باعث میشی یه قسمت خیابون بسته بشه.
میخوان هدفتون چیه؟ ببینید هر کسی یک کاری انجام میده یه هدفی داره. من بارها میرم مترو سوارشم برم میبینم یه دختر خانمی وایساده یا آقایی وایساده یه کاغذی دستشه بهت میده، بعد اگه بهش گفتی این چیه میگه من اومدم اینجا مثلا پول جمع کنم یا امضا جمع کنم برای کمک به این. شما همون جمله هدفش رو میفهمید. حالا دوستان مجاهد که رفتن نیویورک و هر سال این کار رو میکنن و هیچ نتیجه ای نداشته، این تعریف دیوانگیه. امسال میخواین چه نتیجه ای داشته باشیم؟ مثل اینکه من هر ماه یک کاسه ماس بردارم برم کنار دریا بشینم این ماس رو بریزم کنار دریا و قاطی کنم با آب دریا. هر کی گفت میخواد چیکار کنیم میگم میخوام همه این آب دریا چون نمک داره دوغ درست کنم و بفروشم میلیونر بشم. حالا غلام ترشیزی وقتی اینو براش نوشتم میخنده، گفتم خب بخند ولی من چیز حقیقی به شما گفتم، یک به اصطلاح کد آوردم از انشتین. حالا شما میخوای بخندی خب هرچی میخوای بخند، ولی با خنده اگر حکومت عوض میشد و اینا که خوب. کتاب شعبان جعفری یا شعبان بیمخ نوشته هما سرشار خصیص بودن غلام رضا پهلوی رو توضیح میده. بله این جنرال اسمبلی در یو این میتونید دو کانال های مختلف برنامه های زنده شو ببینید. من حقیقتش امروز تو میخواستم براتون زنده پخش کنم و گفتم خب من حالا اون قسمت رو که زنده پخش کنم اولا خیلی ها شاکی میشن که آقا ما که انگلیسی بلد نیستیم، اونایی هم که انگلیسی بلدن رو اینترنت هم خودشون برن از سی اس پن پخش میکنه، سی ان ان پخش میکنه، اصلا خود یو این برنامه رو زنده یا مستقیم پخش میکنه. و اما دیشب 69مین امی اوارد بود، جایزه امی که امی اسم یک زن هست، جایزه امی 69مین سالی هست که جایزه میدن، تقریبا مثل جایزه اسکار یا آسکر اینا هست و برای برنامه‌های تلویزیونی، برای فیلم‌های تلویزیونی، برای هنرپیشه‌های تلویزیونی. و می‌بینید که تو آمریکا هنرپیشه‌های تلویزیونی و سینما گاه‌گاهی به اصطلاح از سینما میان تئاتر، میان تلویزیون، همینجوری دور می‌زنن و معمولاً همه اینا مال هالیوود هستن. برنامه خوبی بود، یه عده ایراد گرفتن. اونجایی که سخنگوی کاخ سفید رو آقای استیون کولبر میاره و این دیوانه قشنگ میگه که اون موقعی که گفت نگاه کنید جمعیت یا اونایی که توی مراسم سوگند ترامپ بودن زیادترین بوده و همه داشتن عکس‌ها رو میدیدن که خالی بود اصلا، اونجا پارک پلیس رفته بود پلاستیک انداخته بود که چمن‌ها خراب نشه که وقتی مردم میان روش، ولی اصلا مردمی اونجا نبودن. دیشب هم میگو که چنین و چنان و آقای استیون کولبر گفت که نمیدونم ما چند تا بیننده داریم، حالا بذارید ببینیم میتونیم. صدا زد این آقای شان سپایسر، گفت شان خبرداری چند تا؟ اونم اومد همون جمله دروغی رو که اون موقع گفته بود این بار گفت و باعث خنده و اینها. و حتی یه فیلمساز دیگه که فیلم ویپ یا وایس پرزیدنت و اینها رو پر میکنه گفت ما میخواستیم یه فیلمی پر کنیم درباره ایمپیچمنت یا استیضاح رئیس جمهور آمریکا، بعد دیدیم ممکنه ترامپ زودتر استیضاح بشه، زودتر کارش حالا یا به زندان یا هر جایی بیفته، ما فعلا دست نگه داشتیم. اونم اگه نگاه کنید بد نیست. UN Web Live TV، خیلی ممنون، آدرسشو آقای سعید عزیز گذاشت اینجا و اگه خواستید برید تماشا کنید. البته من اینو رکومند نمی کنم، به دوستان معمولا میگم بعد از برنامه من این لینک ها رو بذارید که اونی که اینجا، چون یه دفعه آقای علی ترابی این کار کرد، اومد گفت که همین الان آقای فلانی برنامه داره، گفتم آقا من یه دوست مثل تو داشته باشم اصلا احتیاج به دشمن ندارم، چون شما کار دشمن رو هم انجام میدید. ولی من همیشه گفتم که به اصطلاح آزادی و این که من نترسم که ای داد بیداد این مشتری من الان میره یه جای دیگه. اولا ما به شما به صورت مشتری نگاه نمی کنیم، به صورت افرادی آگاه نگاه میکنیم که با انتخاب خودشون اومدن که اینجا باشن، چون دیدن این تلویزیون چیزی که میگه، والا تا حالا من فکر نمی کنم دروغ گفته باشن تو برنامه ها،
این برونبر گاهی دروغ میگم، ولی تو برنامه اگه دروغ گفتم بیان شما مهمون من باشید بگید سربی اینجا دروغ گفتی. هی اینجوری میکنم ببینم ناخونام بلند نیست، بعد ببینم نه دیروز ناخونامو کوتاه کرده. در هر صورت اینم از این. و بله، خانم جاوید چرا انقلاب شد لباس شخصی میپوشیدن مردم گیر میدادن؟ این قسمتش که شما میگید، من چون تو شیراز بزرگ شدم و توی شیراز ما خیلی پادگان داشتیم، شماره 4 پادگان به اصطلاح پیاده بود، بعد لشکر نمیدونم تیپ 55 هوابرد بود، ارتش سوم بود، ارتش سوم، نه نمیدونم لشکر و فلان اینا. میدیدیم این سوء استفاده ای که بعضی از این ارتشی ها میکنن. و این مثلا پسر عمه خود من خدا رحمتش کنه، اسماعیل یه دفعه یکی از این گروبان ها رو زد و این گروبانه به اصطلاح پاگونش رو کند، گفت که این به پاگون اعلی حضرت توهین میکنه، اینم بیشتر زدش، گفت پدر سگ این پاگون توه، پاگون اعلی حضرت که نیست که، تو مثلا دنبال خواهر من افتادی یا تو دنبال از این چیزا بود. اگه منظورتون اینه، خب خود این یه اشکال رژیم بوده که چرا یه عده‌ای رو از این شهر ببره اون شهر، بعد یه قدرتی بهشون بده که اینا یه عده آدم مجرد بیا تو شهر خودش آقا نگهش دار، از که تموم میشه میره خونش، موقع زن گرفتنش باشه پدر مادرش خودش دوستاش فامیلش براش زن میگیرن. در صورت اشکال یکی دوتا نبود. ولی خوشحالم که شما اقلا خانم جاوید گرامی قبول دارید که اشکالاتی بوده و مثل اونای دیگه نیستید که بگید همه چیز خوب بود عالی بود، خارجی ها چشم دیدن موفق شدن ما رو نداشتن، اومدن زدن ما رو انداختن. اینجوری باشه دیگران رو سرزنش میکنیم و خودمون به اشکالاتمون پی نمیبریم که اشکالاتمون رو حل کنیم. و اما تحصیلات دبیرستانی و دانشکده افسری والا حضرت ولیعهد محمد رضا پهلوی در مورد دیپلم دبیرستان شاهنشاه آریامهر، بانوی گرامی خانم جاوید، شما که حاضر به شنیدن حقایق تاریخ کشورتان نیستید، به این مدارک که در جلد اول گاهنامه 50 سال شاهنشاهی پهلوی که در سال 1356 در کتابخانه دربار شاهنشاهی ایران توسط رئیس آن کتابخانه آقای شجاع الدین شفا که نه شجاع بود نه شفا دهنده بود، من میگم که از جوانی در خدمت شاهنشاه بوده و با برخورداری از امکانات فراوان دربار شاهنشاهی پس از سالها بررسی و تحقیق و مدارک و اسناد توسط گروهی از دانشمندان و تاریخ شناسان آن دوران گردآوری و برشته تحلیل در 5 جلد که مجموع صفحات آن بالغ بر 2464، آقا میکردیش 2500 که با 2500 سال شاهنشاهی جور در بیاد، توجه فرمایید و خودتان قضاوت بفرمایید که آیا شاهنشاه آریامه دارای مدرک تحصیلی دبیرستان بودند و یا خیر. آقای آریام بود. خانم جاوید میگن که شاه دیپلم نداشته، که نداشته، یعنی یه جوری گفتن که بعضیا متوجه نشن یا نشدن که بله شاه دیپلم نداشت. خب حالا نداشته چه اتفاقی میفته؟ ولی خانم نیر و دیگران، اون آقای خلبانی هست توی همین واشنگتن هم هست، آقای شهرام سیدین یا سیدان نهاوندی، اونا میگن نه آقا داشته، میگیم آقا داشته، دکترام داشته، حالا دیگه مرد تموم شد. در صفحه 95 چنین درج شده است: 15 شهریور ماه 1310 خورشیدی برابر با 7 سپتامبر 1931 میلادی والا حضرت ولیعهد و ملتزمین با کشتی مخصوص از دریای خزر به سوی اروپا عزیمت نمودند. در صفحه 96 همان کتاب در تاریخ 18 شهریور برابر با 10 سپتامبر، یعنی 3 روز بعد، والا حضرت ولیعهد با راهن از جنوب روسیه به سوی مرز لهستان عزیمت کردند. قبل از حرکت والا حضرت ولیعهد مهمانی باشکوهی به افتخار معظم الله در باکو ترتیب یافت. در این زیارت قبل از
حرکت ولیعهد مهمانی باشگوی. در این ضیافت عده‌ای از ماموران عالی رتبه دولت شوروی و ایرانی که در شوروی ماموریت داشتند شرکت جستند. والا حضرت همایونی در روزی که عازم اروپا گردید دقیقاً 11 سال 10 ماه 11 روز از عمر مبارکشان می‌گذشته است. در صفحه 135 گاهنامه شاهنشاهی در تاریخ 21 اردیبهشت ماه 1315 خورشیدی برابر با 11 می 1936 میلادی چنین درج شده: والازدت ولیعهد پس از 5 سال دوری از ایران و تحصیل در سوئیس به تهران مراجعت فرمودند. معظم الله از شهریور 1310 در مدرسه لوروزه در شهر رول یا رول سوئیس به تحصیل اشتغال داشتند. والازدت جمعت به مدت 4 سال و 7 ماه و 6 روز از هنگام خروج از ایران تا تاریخ مراجعت به تهران از ایران دور بودند. با توجه به اینکه دوران دبیرستان در سوئیس هنوز هم 6 سال تحصیلی است، بنابراین والازدت همایونی نتوانستند دبیرستان را تمام کرده باشند و در سال مراجعت به ایران این ایشان هنوز کلاس ده را به اتمام نرسانده و مدرک قبولی کلاس 4 دبیرستان را در دست نداشتند. چه کار کنیم ما؟ اسلام سروی عزیز یا مربی عزیز، سلام و درود آقای خسرو آریافر، سلام به شما، درود به شما، ورود درود، درود ورود، هرچی که شما بگید. خب ببینم که اینجا 24 hour live and pre-recorded programming. بله دوستان عزیز، من این رو با اجازه سعید پاک میکنم، بعد از برنامه میذاریم که اگر کسی خواست بره این UN Live رو نگاه کنه. فعلا تا ساعت 4 با ما باشید. 1 بعد از ساعت 4 4 دقیقه و 10 ثانیه 15 ثانیه یک ویدیویی رو من از آقای فرید زکریا میذارم که فکر کنم ایشون اهل پاکستان باشه، ایشون هم مثل من و شما که آمدن اینجا آمریکایی شدن، و یه برنامه ای داره به نام GPS. این GPS با Global Positioning System و اینها فرق میکنه. ببینید برای چی، حالا در اصل اسم دیگه، اسم برنامه شد. دیروز یه کار خیلی قشنگی انجام داد، گفت اگر یه کسی از من بپرسه که با چه رهبری دوست داری مصاحبه کنی، من میگم دوست دارم با رهبر کره شمالی مصاحبه کنم، ولی چون امکانش نیست که من امروز صبح براش نوشتم، خب بهش بگو شاید باید مصاحبه کنه، همونجوری که آقای دنیس رادمن کیه میره اونجا شاید با شما مصاحبه کنه. اتفاقا یه فیلمی از CNN دیدم که یه پسر خیلی جوونی هم هست، 15 بار تا حالا رفته و داخل نورد کوریا رو نشون میده، خب البته با محدودیتایی که هست. بله این دوستمون رضا میگه هدف پول است جناب سوری، محمد رضا شاه امثال خمینی یا فروهر منتقد و مخالفش بودن، جمهوری اسلامی امثال اینها که به جوک در داخل ایران تبدیل شدن. والا دروغ چرا، من اصلا نمیفهمم شما چی میگی آقا رضا، یکم با تحمل بنویس. Hello Rana, how are you, have a lovely time. این دوستمون آقای لطیف زمانی، من نمیدونم این رعنا اینجا نیست، اینجا رضا هست، ولی اگه شما میخوای چاق سلامتی هم بکنی، حالا درسته اینجا مثل یه مجلسیه و ما ایرانی ها از این ور مجلس به اون ور مجلس چه خوبی اینجوری میکنیم، ولی تو برنامه اجازه بدید من اینم پاک کنم و فکر کنم خودش پاکش کرد. GPS CNN بعد فریز کلو، یعنی GPS Global Public Square یعنی چی؟ میدون همگانی دنیا، نمیدونم. بله میدونستم که برای GPS Global Positioning System نیست و Global Public Square. ممنونم از سعید عزیز و بله خوشحال میشم دوستان که اینجا میاین سلام و احوال پرسی و اینها، ولی بیشتر خوشحال میشم اگر راجع به چیزایی که ما میگیم شما هم یه نظری بنویسید، برای دوستانتون این ویدیو رو شیر کنید. و الی آخر علی ترابی میگه جناب سوری، من در زمانی که سرباز بودم
به دفتر شاهنشاهی از طرف پدرم شکایت کردم از شخصی با نفوذ در شیراز و دستور دادند رسیدگی شود و به نفع پدرم حکم صادر شد. از کارهای خوب شاه هم بگویید. آقا من تا امروز که خبر نداشتم شما شکایت کردی رسیدگی شده. وظیفه شماست که بیای بگی. ای بابا خب ممنونم. من که همیشه میگم کار مدیا تعریف از خوبی ها نیست. آقای علی آقا اگه من یه دوربین امروز بردارم، این فرودگاه نزدیک ما که 10 دقیقه با اینجا فاصله است، هر 2 دقیقه یه هواپیما بلند میشه. خداییش اگه من یه دوربین بردارم این هواپیمایی که هی بلند میشه میره یا هواپیمایی که میرسه هی برسه، بگم به سلامتی رسیدن، به سلامتی رسیدن، به سلامتی رسیدن، خلبان خوبی بود، به سلامتی رسیدن. خود شما نمیگی این دیوانه است؟ وظیفه خلبان اینه که خوب کار کنه، وظیفه هواپیمایی اینه که مسافرها رو به سلامت به مقصد برسونه. ولی اگر یک کشتی، یک هواپیما افتاد یا یک کشتی غرق شد، مثل اون کشتی چیه؟ تایتانیک. 100 سال گذشته هنوز میگم بابا کی ما میخوایم یاد بگیریم؟ شما اینجا اگه من گفتم آقا اشتباه بود انقلاب سفید، کپی بود که این آقای کندی و اینا دادن دست شاه، شاه هم نمیدونست، با مردمش آشنا نبود، آمد یک کاری کرد اشتباه بود، شما بگو خیلی خوب بود، پدر من زمین گیرش اومد، زمین ها رو فروخت، اومد تو تهران آپارتمان خرید. ما کسی دعوا نداریم که. بعد یادت باشه علی عزیز، من همیشه گفتم شما نگاه کن این کارت، حالا یه کارتی هم بیاریم که یه طرفش فقط چی نشته شد. آقا این کاغذ، من به شما میگم شما چی میبینی؟ شما میگی یه کاغذ، یه بالاش نوشته سنت جود، نمیدونم چیلدرن فلان اینها، این پایینم عکس یه سگ و گربه هست. اگر یکی از من بپرسه چی میبینی، من میگم آقا یه تیکه مقواس. دیوانه هستم؟ نه. دروغ میگم؟ نه. شما دیوانه هستی؟ دروغ میگی؟ نه. هر دومون درست میگیم، زاویه و جهت دیدمون فرق میکنه. ما بارها گفتیم بهترین موقع اینه که من و شما به همدیگه نزدیکتر بشیم، با همدیگه نزدیکی نکنیم، ما خدای نکرده، با همدیگه نزدیکتر بشیم، دوتامون به یک چیز از یه زاویه نگاه کنیم. اون وقت شما میگی اه سربی راست میگی یا این ورش که مقوان، منم میگم اه علی جان راست میگی یا این ورش کاغذه، صورت همدیگه رو ماچ میکنیم. اگه قبل این الان من فکر میکردم مسیحی شده مشروب نمیخوره، ولی اهل آبجو هست مسیحی ها، اصلا یه دلیلی که تعداد مسیحی ها زیاد شده فکر کنم اینی که مسلمان ها گفتن عرق نخورید، اینا میتونن آبجو بخورن. شنبه هم که میرن اونجا اون کابننت چیه، یه تیکه نون میزنن تو شراب بهتون میدن. ولی یادتون باشه شما میدونی این نونی که میزنن تو شراب به شما میدن یعنی چی؟ یعنی شما امضا میکنی، قبول میکنی که، حالا نمیخوام به شما توهین کنم، که شما بره این شبان هستید، هر جا این گفت شما میبرید. بهش بگو نه آقا من میرم خودم نون خودم رو میخورم، شراب خودم هم تعیین میکنم. جناب سوری من در زمانی که سر اینجاست، بعد بذارید ببینیم که اینجا چی میشه. این من 2 تا دستگاه دارم، یکی پخش میکنه روی فیسبوک، کپی میکنه از چیمون، یه دونه فیسبوک دیگه اینجا باز دارم. بعضی وقتا چیزایی که اینجا میتونم بخونم اینجا نمیتونم بخونم، بعضی چیزا وایس ورزا برعکسه، اینجا میتونم بخونم اونجا. بعد من نمیدونم مثلا شما علی آقا اینجا نوشته آها السلام، خب ببین السلام سربی عزیز، من فکر کردم میگی اسلام، گفتم آقا اسلام آقای شاه، شاه اسلام پناه بود. و اما شهریه مدارس در ایران در زمان شاه دولتی ملتی عکس. اجازه بده از همین علی تشکر کنم، چون علی گفته که آقای سربی، حالا مثلا درست توضیح نداده که شهریه بود، میگه که پدر من برای که منو ثبت نام کنن بره داده. حالا نمیدونم شاید شما زمین داشتید، کشاورزی داشتید، بره دادید، ولی از ما پول میگرفتن. و ممنون از این دوستمون، بذارید اسمشم بیارم اینجا نشون بدم، آقای به نام ما پور بقایی گرف، این گرف اینجوری که میمیسن نمیدونم یعنی چی،
اجازه بدید من اینو بهتون نشون بدم دوستان. ببینید هدف از این برنامه ها اینه که اگه یه آقای همشهری من آمد گو آقا مدرسه احمدی الان شده دبیرستان معرفت و تعجب میکنم که شما میگید پول میگرفتن، اون وقت من میام اینجا علی آقا میاد کمکم، میگه من مدرسه برهان، بذار ببینم این هم رفتی مدرسه برهان، حالا با برهان و دلیل صحبت میکنی یا علکی، من مدرسه برهان کوچه چپارخونه بره پدرم داد تا ثبت نامم کردن. خب این دوستان نشون میده علی آقا مهندس ساختمانه و نشون میده رشته صنعتی رفته، الان حتی با فارسی با الفبای فارسی جمله فارسی که می‌نویسه فعل فاعل مفعول قاطیه. من نمیدونم این به چه زبانی میشه حرف بزنیم اینجوری. در هر صورت همین علی آقا نوشته مدرسه رازی تو خیابون زند مال اشراف بود. نه آقا مال اشراف نبوده. منی که مثلا خیابون آسونه زندگی میکردم، اگه به هم میگفتن مجانی ببر خیابون زند، میگفتم آقا صبح من چجوری برسم اونجا، صبح تا من پیاده برسم اونجا میشه شب از زورم با راه بیفتم برگردم خونه. پس نتیجتا اونایی که خونهشون خیابون زند و بالاتر بود اونا کی بودن؟ پولدارتر بودن. حالا اشرافی هم که نداشتیم که، همین کاخ سلطنتی شاه و اینا رو شما نگاه کنی الان گریت میگیره چه اشرافی، یه مش آدم بدبخته. ندید بدید رسیده بودیم به یکم پول نفت، فکر میکردیم حالا دیگه دنیا دست ما مال ما، یکی بلند میشد میرفت فرانسه، یکی بلند میشد میرفت آلمان، اینجوری بود. ندارم یادآوری این آقا که من نمیدونم چرا اسمشو اینجوری نوشته، ما پور بقایی گرف، من پدرم در ارتش بود و اصلا در دبیرستان شهریه نمیدادن، دیگران هم شهریه کمی میدادن و یا میبایستی درخواست بی بضاعتی بدهن. خب این دوش شد همون که من گفتم. ببین مثلا شما میگی که پدرت در ارتش بوده و شهریه نمیدادن، یعنی چی؟ یعنی قانون بود که ارتشی ها شهریه ندن، یا پدر شما دروغ میگفته، میگفته ما بی بضاعتیم؟ ضمناً اون دوستانی که میگن ما خبر نداریم شهریه نمیدادیم، بذارید من یه چیزی بهتون بگم. اگر تو خانواده ما پدر من میرفت ثبت نام میکرد و ما هیچ وقت نمیفهمیدیم که پول نداریم بدیم، هیچ وقت ممکن بود، امروز هم که از من شما میپرسیدیم من میگفتم شهریه من یادم نمیاد، ولی من این موضوع رو چرا قشنگ ربطش میدم با آقای مصباحی مدیر؟ دو تا مصباحی داشتیم، مصباحی ناظم، بعد مصباحی ناظم رفت مدرسه شاپور، شاپور مهدیار که معلم ادبیات بود گذاشتن ناظم، بچه ها هم قبولش نکردن، هو اینم از مدرسه رفت، نمیدونم رفت فرهنگ و فردا اومد و یک کمی هم دیگه از اون روز بزن بهادر شد و به قول دیده بودید که میگفتن یه نفر ضعیف رو میگیری میزنی اون قوی ها دیگه حساب خودشون میکنن، یا برعکس میگفتن یه قوی گردن کلوفتی رو میگیری میزنی اون ضعیفه حساب خودشون میکنه. در صورت من دارم اسمو میگم، جاشو میگم، محلشو میگم و میگم این داستان بوده. شما فکر میکنی من دروغ میگم؟ آقا سوربی دروغ میگه، سوربی دروغ میگه، علی دروغ میگه، این دوست ما که میگه پدر من ارتشی بوده من شهریه نمیدادم ولی دیگران شهریه میدادن دروغ میگه، اون خانمی که میگه آقای سوری من از شما چند سال پیرتر هستم، مسنتر هستم و ما 100 تا 200 دلار شهریه میدادیم، ولی برادرم که مدرسه ملی میرفت که اشتباه مدرسه خصوصی باید بگیم، مدرسه ملی دولتیه، این همه چیمون غلطه، خانه از پایبست ویران است. اینایی که میگن آقا این نمیدونم باید یه بمبی بندازن تو ایران تا دوباره همه از بین برن دوباره ساخته بشه، نمیدونم بعضی وقتا آدم به این نتیجه میرسه. ببینید چی میگه، انجمن خانه و مدرسه تشکیل میشد و پولی به عنوان کمک به مدرسه نیگران به جای شهریه مدرسه نرفتن. نمیدونم چی نوشته علی، من حالا شما گفتم برو انگلیسی یاد بگی، مثل که باید بگم قبلش بشین یکم فارسی مشق فارسی انجام بده بعدا ببینم چی نوشته علی. و اما نیما
accepted your request. ما ریکوستی برای کسی نفرستادیم، اینوایت کردیم که بیان صفحه ما رو ببینیم. آقای مهندس سهراب چمنان داشتم اینو میگفتم، 4 دقیقه بعد از برنامه من یه ویدیویی رو ثبت کنید و ببینید، نه 4 دقیقه ثبت کنید، یعنی بعد از برنامه من یه ویدیوی 4 دقیقه رو ببینید که این آقای فرید زکریا میگه اگر من ازم بپرسین یک مصاحبه میخوای با کی انجام بدی، با رهبر یا رئیس جمهور، اینم کلمه رئیس جمهور هم مسخره است چون اینا رئیس جمهور مادام العمر کره شمالی، و دلیلش هم اینه، میخوام بهش بگم که تو چرا مثلا اتمی شدی. بعد گفت خب حالا که اون نمیاد من خودم جای اون جواب میدم. گفت میگم که ببینید، اونایی که اتمی نشدن شما هر ظلمی میخواین بهشون میکنید. لیبی که اتمی میخواست بشه اومدید چیزاشو گفتید بی بده آدم به اصطلاح با ما باش، همچین که با شما شد زدین پدرش در بوندی، این کلینتون دیوانه گفت رفتیم دیدیم زدیم کشتیم برگشتیم. برید ببینید این ویدیوی بنویسید هیلری کلینتون قذافی، ببینید اینا چه دیوانه‌ای هستن. بعد گفت که صدام حسین اسرائیل رفت چیزای به اصطلاح اتمیشو زد، بعدم خودشو نابود کردین. ایران آمده با شما قرارداد برجام امضا کرده، ببینید الان چجوری براش اطفار می‌نویسید اطفار می‌ریزید. و این رهبر نورد کوریا این میگه، میگه شایدم خیلی منطقیه، خیلی باهوشه، و میگه من بیام این کارو بکنم که شما از فردا بهتون التماس کنم هر وقت خواستین دم منو بگیرید بندازید تو زباله‌دانی تاریخ. نه خیر، من باور به خودکشی ندارم. میگه یعنی این کار خودکشیه، ولی میدونم که شماها اهل این هستید که آدم ها را این ور اون ور دنیا میکشید. ناگفته نماند که خود این رهبر ناتنی، برادر ناتنی خودشو کشته، توی اروپا بودن در کجا بود کشت و اینها. در صورت روزگار قریبیست نازنین، دوستان عزیز من ازتون خواهش میکنم، بارها گفتم این فلسفه تلویزیون مردم رو بیاین ببینین چرا اینجوریه، چرا مثل تلویزیون دولتی ایران نیست. ما 2 تا تلویزیون دولتی، یعنی یه تلویزیون دولتی تو 2 تا حکومت داشتیم، یک حکومت شاه، یک حکومت شیخ. تو حکومت شاه دیکتاتوری بود که آزادی اجتماعی داشتیم، آزادی سیاسی نداشتیم. حکومت شیخ دیکتاتوری بدتری هست که آزادی سیاسی اقتصادی چی میگن سیاسی رو نمیدونم اون یکی دیگه چیه اجتماعی و هیچی نداره، و تنها چیزی که داری آزادی بیانه، ولی آزادی پشت بیان نیست، میگیرن میندازن زندان. اینها یه نفر حقوق میده به یه کسی، میگه آقا برو بشین اونجا، این کاغذ ها رو میذارن جلوش. تلویزیون های آمریکایی اینجوری نیست. البته متاسفانه تلویزیون های آمریکایی هم کورپوریشن ها یا شرکت های سهامی بزرگ، بانک ها، بیمه ها، اینها این بلا رو سرشون آوردن. الان یه زمانی شده که به حسن این فیسبوک، یوتیوب، به حسن اینترنت و اینها، به این مزایایی که رسیدیم، هر کسی میتونه یه رسانه باشه. آقا من اینو میگم، شما قبول نداری بغلش یه رسانه باز کن. من جیوه و ملکی میفروشم، میگم این خوبه، پاد عرق نمیکنه، هوا میکشه، شما بگو نه من میخوام پوتین بفروشم، بی این بغل وایسا پوتین بفروش. دوست داری بی تو همین پاساژی که ما هستیم، دوست نداری برو یه پاساژ دیگه، ولی هی اینجا نیا به من بگو چی کار کن. دوستمون آقای رایان یه هفته‌ای هست که یه ایرادی گرفت، و من حالا یاد گرفتم که به افرادی مثل رایان اصلا نگم گر تو بهتر میزنی بستان بزن، بهش بگم که دوست عزیز ممنونم که برنامه منو میبینی، من توانم اینه، حالا شما اگه میخوای برنامه بهتری داشته باشی، دید جوانتری داری، برنامه خودتو درست کن، ما خوشحال میشیم شما رو اینجا داشته باشیم. نه به کسی توهین کنم، نه کسی رو به چالش بطلبم، چون بابا طرف جوونه بلده، الان یه ویدیوی درست کرده 3 دقیقه 3 ساعت دوستان رفته با ویدیوهای خود من ور رفته، اینجاشو کات کرده اونجاشو کات کرده، یه ویدیوی ساخته. جالب اینه ویدیوی هر که برای من ساخت، من واشنگتن داشتم کار میکردم، گفتم خونه برسم بهش میگم خیلی ممنون، اونجا نگاش کرده. وقتی رسیدم خونه یه ایمیل دیگه فرستاد و نشتود آقای سوربی اون ویدیو رو من ورداشتم، چون خیلی از دوستانم شکایت کردن.
خندم گرفت، گفتم نگاه کن این بنده خدا پاشو گذاشت جلو یک کاری انجام بده، دوستانش بهش حمله کردن، شکایت کردن. البته نگفته چرا. رایان اگه برنامه رو میشنوی و میشنفی به قول شیرازی ها، قشنگ زنگ بزن بگو که چرا بهت شکایت کردن. گفتن که مثلا چرا حرفای اینو کات کردی، یا چرا اصلا برنامه سوربین رو نشون دادی، چرا، تا ما بفهمیم دوستان شما کی هستن. این آقای فیلاوی گفتم یه چیز قدیمی رو به من گفت، تو اول بگو با کیان دوستی، پس انگاه بگوییم که تو کیستی. در صورت ویدیوی شما چون از بریده های یوتیوب خود من هست، من اگه تو برنامه نشون بدم با یوتیوب مشکل پیدا میکنم، باید براشون نامه بنویسم که بابا جون این ویدیوی خود منه که این ورداشته گذاشته فلان، اینها بهتره نشون ندیم. ولی اگه خواستی همین الان یا بعدن لینکش رو این زیر فیسبوک بذار، من شما با از طریق فیسبوک با هم چیز هستیم، نه فکر کنم زیر فیسبوک بذار تا دیگران هم ببینن. منظورم انجمن خانم مدرسه بود که کمک هزینه مدرسه دیگه میگرفتن به جای شهریه. انجمن خانم مدرسه کمک والا نمیدونم، خبر ندارم. انجمن خانم مدرسه تشکیل میشد و پولی به عنوان کمک به مدرسه میگرفتن به جای شهریه. من نمیدونم اسم انجمن خانم مدرسه رو شنیده بودم، ولی حقیقتش هیچ وقت نه شرکت کردیم توش، نه پدر مادر ما رفتن که ببینن چی میگه، یعنی چی انجمن خانه و مدرسه، یعنی چی. مثلا اینجا ممکنه یه همچی چیزی باشه، بعد بگن که بابا فکر نکنید بچه تونه میفرستید مدرسه دیگه تمام، بچه وقتی میاد باید شما هم یعنی مثل یک انجمن با هم کار کنیم، مثل وقتی یه درختی رو میکارن تو زمین، از این ور از اون ور یه سیمی میندازن کنارش تا این جوونه باد نندازتش قشنگ بیاد بالا، این ور مدرسه، این ور خانه، انجمن خانه و مدرسه، تا این نهال بیاد بالا، بعد دیگه خودش تصمیم بگیر. در اصل ممنونم، متشکرم. بریم سراغ آقای محسن مهندس سهراب چمنارا، ویدیوی جدیدی که همین امروز درست کردن و همین امروز فرستادن، یا دیروز درست کردن ولی امروز روی یوتیوب گذاشتن و اینها. بعد از 4 دقیقه بعد از برنامه من که آقای فرید زکریا برنامه داره، آقای سهراب چمنارا. من خودم برنامه آقای سهراب چمنارا رو ندیدم چون قبل از برنامه بود و وقت تماشا نداشتم، و سعی میکنم که وقتی به اصطلاح برنامه رو دیدم نظرات و انتقادات خودم رو بگم. اگه شما هم لطف کنید نظرات و انتقاداتتون رو بگید بهشون، یا بنویسید، یا توی فیسبوک وقتی من میذارم، یا صفحه فیسبوک خودشون که این ویدیو هست، ما بسیار ممنون میشیم از شما، چون آقای چمنارا خیلی دوست داره که نظرات دیگران رو بدونه، مخصوصا نظرات افرادی مثل آقای ضیاء صدرالاشرافی. و میگم خب آقا شما از این ور به این طرف تهمت جدایی طلب، خائن، مزدور میزنید، از اون ور میگی بیا نظر بده. خب این که نظراتشو گفته و به نظر میرسه نظرات ایشون برای شما مهم نیست، ولی اگر مایل هستید تماس بگیرید یا با خود آقای چمنارا یا با من تا ترتیب مناظره‌ای، مصاحبه‌ای، یا خیلی ساده همین شما هم ویدیوتونو بذارید اونجا بنویسید و الی آخر. ترامپ امروز صبح در سازمان ملل صحبت کرد، سازمان مللی که 10 بار تا حالا بهشون فحش داده، بهشون تهمت زده، گفته پولشون رو قطع میکنیم، حتی گفته از آمریکا میکنیمشون بیرون، و این نمیدونه که سازمان ملل، حالا درستی که تو آمریکاست ولی سازمان ملل حقیقتا مال آمریکا نیست، حتی اون ویزا صادر کردن و اینها هم گاهی وقتا آمریکایی‌ها اشتباه میکنن، بعد سازمان ملل جلوشون وای میسه میگه که اینجوری نباید باشه. و اما اپوزیسیون خارج نشین کاسب و متوهم که روی صفحه خودم هم گذاشتم، ببینیم این آقا چی میگه. این را اگه اشتباه نکنم آقای رضا مشایخی فکر کنم گذاشته بود روی صفحه خودش، من هم اینجا بله درست میگم، از رضا مشایخی من به اصطلاح شیر کردم، یا شیر کردم، کپی اند پیست نمی کنم، معمولا مال فیسبوک رو، مال خود اون طرف رو میذارم که شما هم به این وسیله با اون آشنا بشین. دوستان اینجوری هم هست، وقتی شما یه پست جدید میبینید اینجا ببینید، این اولی نوشته که این رضا مشایخی با آرمان
مشایخی و امان مشایخی و اینجاست نوشته اینه حرف حساب 11 سال این جانب دارم از نزدیک میبینم و میشنوم. داریوش سجادی، حالا من نمیدونم اون اولی رو که داریوش سجادی نگفته نه، داریوش سجادی گفته که اپوزیسیون خارج نشین کاسب و متوهمند. فعال داریوش سجادی فعال سیاسی و خبری مقیم آمریکا درباره وضعیت اپوزیسیون خارجی گفت اپوزیسیون در خارج ورشکسته ترین افرادی هستند که در ساختهای معیشتی اروپا و آمریکا نتوانستند حل شود و کوتاه‌ترین دیوار برای بالا رفتن را دیوار سیاست می‌بینند. در آمریکا مانند اپوزیسیون حرف زدن بیزینس است و آمریکا برای آن بودجه می‌دهد، وگرنه افراد بزرگ آنها مثل سازگارا و گنجی که اوجشان در سال 88 بود دیگر گم شدن یا کم شدن گم شدن، زیرا این کار یک تجارت است. من نمیفهمم، خب یک تجارتی که اینا تجربه پول گرفتن از این اون دارن و دست گدایی دارن چرا گم شدن؟ امروز اپوزیسیون یک جوک است. مثلا رضا پهلوی سال 1985 در پاریس سخنرانی کرد و گفت به زودی همدیگر را در تهران ملاقات میکنیم. یک خانمی در همون جلسه به او گفت اگر در این 10 سال سینه خیز هم میرفتیم، من 1985 دوست عزیز، بعد بگی 10 سال میشه 1975، 1975 هنوز شاه اونجا بود، پس اون خانمه بی خود گفته، اگر در این 10 سال سینه خیز هم میرفتیم به تهران میرسیدیم. اکثر این افراد انگلیسی نمیدانند و در تجارت هم موفق نشدند و در نوستالژی گذشته خود ماندند. آنها از فضای ایران دور هستند و در یک فضای ایزوله فقط خیال پردازی میکنند. ماجرای اون خانمی که به رضا پهلوی گفته اگر سینه خیز رفته بودیم، این منو یاد حمله فروغ جاویدان میندازه که شنیدم مجاهدین فکر میکردن 8 ساعته از عراق به تهران میرسن و خودشون تعریف میکنن که چجوری توی به اصطلاح جاده ها خودشون به هم میخوردن و رابندان ایجاد میشده. و اما یه ویدیوی جدیدی هست، اونایی که دنبال امام زمان میچرخن دیدید هر وقت صحبت از یکی میشه طرف مثلا پدرش مرده نگاهی بالا میکنه میگه مطمئنم که الله داره از اون بالا منو نگاه میکنه. من نمیدونم شما روزی که رفتی پدرتو خاک کنی کردیش تو بالون فرستادیش بالا؟ آقا فرستادیش زیر زمین. اگرم قرار بهشتی جهنمی باشه باید همین زیر زمین دنبالش بگردی. حالا اگر نیست ولش کنی. در صورت اونایی که دنبال امام زمان تو آسمان میگردن گویا پیدا شده. ببینیم با هم این رو. بعد این کپسول پشتش رو عوض میکنن که اینجا هست دوباره پرواز میکنه. من نمیدونم این حقیقت داره یا نه، چون این روزا با کامپیوتر شما میتونید درست کنی هر خری هم پرواز کنه. بعد اینجا جوکایی هست که مثلا میگه شما کی همچین کاری میکنی؟ میگه وقتی که خوک پرواز کنه، یعنی هیچ وقت خوک پرواز نمیکنه. یا مثل ما هست میگیم وقت گل نی، چون نی گل نداره. ولی این روزا ممکنه خوک هم پرواز کنه، ممکنه نی هم گل در بیاره. و این جوری که این آقا صاف میره و اینها، من فکر نمی کنم هنوز همچین چیزی ساخته باشن و ممکنه اینقدر قشنگ ساخته که میتونه اینجوری تعادلش رو حفظ کنه بدون هیچ کج و راست شدنی بیاد بشینه. در صورت اینم برای اونایی که دنبال امام زمان میگشتن، شهریه مدارس در ایران در زمان شاه مشکل دولتی و ملی، عکس رو نشون دادم، از دوستونم تشکر کرد. خانم مینا دوست خون از آلمان عکسی رو فرستادن که مسئول ساواک در حج. من گفتم این هر کسی دوست داشته باشه میتونه بره حج، میتونه بیاد، آزاد باد باشه. ولی این که یه عده
توی ایران همین امروز هم با پول دولت که پول مردم هست میرن به اصطلاح. اینجا تو آمریکا یه چیزی که من روزای اول که اومدم برام مشکل بود، میگفتم چرا اینا مالیات هر چیزی رو جدا می‌نویسن. بعد یکی از دوستان گفت برای که تو هر روز متوجه بشی که چقدر ازت مالیات گرفتن و زبونت دراز باشه. و به همین خاطر هست اینجا اینا نمیگن شما پول دولت رو مصرف کردی، طرف یقه یعنی فرماندار رو میگیره، یقه رئیس جمهور رو میگیره، میگه که شما پول ما رو، بعضی هاشون اصلا میگن پول من رو. پشت بعضی از این کامیونا نگاه کنی می‌نویسه که خیلی عجله نکن، این جاده رو من ساختم برای شما. یعنی پول مالیات گازوئیل دیزلی که مصرف کردن و خود کامیونا که رفتن آسفالت آوردن و فلان اینها. در صورت این خوبه، شما هم اگر از خودتون سوال میکنید چرا یه چیزی که میخرم یه دلار باید ببینم که روش 6 سنت یا 60 سنت، 6 درصد میشه 60 سنت. بله، یه دلار که میخری، بله دیگه 100 دلار که میخری 6 دلار روش مالیات میدی. احتمالا یه جای دیگه هست که بیشتر از این هم هست. من آلمان که بودم 14 درصد بود، دو سال پیش که رفتم اگه اشتباه نکنم 17 درصد بود. بله، و این ماجرای ساواک و رفت آمدهاشون و اینها، حالا اگه یه سری رو به عنوان مسافر میفرستادن که حتی توی حاجیا هم مثلا جاسوس داشته باشن و رخنه کنن و اینها، اینا هم دیگه یه برنامه‌ای بوده که همون کارا رو کردن که امروز به اینجا رسیدن. ولی من دو شب پیش یه فیلمی دیدم به نام هکسا ریج. هکسا فکر کنم این ارائه‌ای هست که باهاش آهن می‌برن، به اینا میگن هکسا. حالا هکسا ریج مثل که ماجرای یه محلی بوده یا توی ژاپن و اینها جنگ جهانی دوم یا اون عملیات، درست متوجه نشده. در صورت نشون میده قدرت دین رو به قدرت اسلحه. دوستان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر بریم این پیام دوستمون رو پخش کنیم و از ایشون بسیار ممنون و متشکرم. اجازه بدید اینجا من صدای این رو ببندم. و خیلی جالب بود، ایشون آخرش میگه که امیدوار هست که توی قلب ها، توی مغزمون به اصطلاح بیشتر ما بتونیم عشق رو داشته باشیم تا بدذاتی و بدتینتی. اینم از این، اینجا پلی، اینجا هم شماره 20 عقل بشر، برنامه شماره 20 که به ایشون نمره 20 دادم. سلامی برخواسته از دل بر شما. در گفتار امروز مایلم دلتان را تحریک کرده و به مغزتان مرخصی دهم. برویم به مصر فرعون ها. در آنجا دانش پزشکی پیشرفته زمان بود. با استفاده از تریاک و بیهوشاندن بیمار عمل جراحی بر دستگاه های بدن می انجامیدند. با این حال به وظایف اعضای بدن آشنا نبودند، چون قلب در میانگین بدن است، آن را مرکز همه چیز می دانستند. از وظایف و کار مغز اطلاع نداشتند و سردردی هنگام بیماری را بیهودگی مغز و زیان آور بودنش می شمردند. هنگام روبرو شدن با معشوق دلها می تپید و بدین علت عاشقی را مسئولیت دل معرفی کردند. از آن روز تا کنون آفریدگان عشق را به دل ارتباط می دهند. متوجه هستید که از هزاران سال و تا امروز مردم دنیا هنگام شرح عشق و نظم نمودن شعر دل را مسئول عشق می دانند. آیا می شود این ارث غلط و فرو رفته به مغز نسل های پیاپی را تغییر داد؟ آیا می توانم بگویم می خواهم مغزتان را با عشق و عاشقی پر کنم، یا از صمیم مغز شما را دوست دارم، یا مغز هنگام ملاقات معشوق می زند؟ شما حتما به من می خندید. بخندید، شادی شما آرزویم است، اما در حقیقت این مغز است که در قسمت احساسات عاشق می شود و دل و دیگر اعضای بدن را به تپش و لرزش وامی دارد. باور کردن و یا انکار این حقیقت نشانی است از توانایی عقل در قبول و یا رد دانش و واقعیت. ایده ای معکوس انباشته های بیشعوری به مغز راه نمی‌یابد. مطمئن هستم این ارث رسیده از نیاکان هرگز تغییر نخواهد یافت و برای تغییر و تصحیح این اشتباه هرگز پیش قراولی ظهور نخواهد نمود و مغز عموم آمادگی دگر اندیشی را ندارد. در فرهنگ ما داستان‌های عاشقان و تکرارش نه است که در پی نه است منتقل شده،
چنان قهرمانان عشق را می شناسیم گویی که با آنان بزرگ شده ایم. همه شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون و اغلب رومیه و جولیت را قهرمانان جاویدان عشق می دانند. با شور احساسات بیکران داستانهایشان را تکرار می کنیم، شعرها برایشان سروده ایم، از این تکرار هرگز خسته نشده ایم. متاسفانه همه داستانهای جاویدان عشق به ناکامی انجامیده و انسان با احساس را می گریاند. گویی که عشق باید سرنوشتش در ناامیدی و ناکامی باشد. مردم فیلم ها و داستان های عشق را میبینند، میخوانند، به علت ناراحتی و ناامیدی ناکامی عاشقان عشق میریزند. هر تماشاچی و یا خواننده خواهان این است که پا به صحنه گذاشته و قهرمانان را به خوشی به خوشبختی برساند و جهت وصالشان تا آنجا که میتواند کوشش کند. از شخصیت های داستان های عشق که مانع وصال و خوشبختی عاشقان هستند متنفر میشیم. در درون خیش خواهان سر به نیست کردنشان هستیم. عاشقان را زیبا و عاملین ناکام شدنشان زشت و به شکلی نفرت آمیز مجسم کرده ایم. کدام یک از ما احساسات زیبا و انسانی و علاقه یافتن به عاشقان داستانها را تجربه نکرده ایم؟ همه همینطور هستند، چون این عاشقان به ما ربطی ندارند و خارج از محیط دسترسمان می باشند. مغز ما دور از فرهنگ عمومی برای این غریبان تحریک می شود و با احساسات خارج از بیشعوری عمل می کند. اما بیایید و از چهره واقعی خودمان پرده برداریم. هنگامی که می شنویم یک پسر جوان عاشق یک دختر آشنا شده و یا برعکس دختری شناس و خبر عشقش با یک پسر را می شنویم، چگونه می رفتاریم؟ فرهنگ بیشعوری فوراً سر می کشد. در هر جا و مجلسی خبر عشقشان را فاش و مفتضحشان می کنیم. برای آنان داستانها و شایعه می سازیم. همه وسایل را برای بد کردن به این دو عاشق جستجو و از آن استفاده می نماییم. اگر دختر همسایه دست راست عاشق پسر همسایه دست چپ شده، در هر جا که با آنان برخوردیم حتماً متلکی نثارشان می کنیم، گویی که بزرگترین گناه را مرتکب شدند. چون یک واقعه جالب و گرم به شایعه ها شاخ و برگ می افزاییم و اگر جای خلوتگاهشان را دانستیم، هنگام ملاقاتشان به آنجا رفته و با ترساندنشان از ابتذال و بدنامی عقده روانی فرهنگ عمومی فرو رفته به بیشعوری خیش را آرامش می بخشیم. اگر در گوشه پارک و خلوتگاهی دختر و پسری را دیدیم، به آنان نزدیک شده و با تلفظ عباراتی یا انجام حرکتی موجب ناراحتی و گریزشان می شویم. امروز با فیلم برداری و عکس گرفتن ابتذال این عاشقان را بسیار آسانتر می انتشاریم. فراموش می کنیم چقدر نسبت به عاشقان دور و تاریخی و قهرمانان فیلم ها عشق ریخته و ناکامیشان ما را ناراحت کرده. نقش شخصیت های مورد تنفرمان را در زندگی واقعی خودمان عملا اجرا می کنیم. این رفتار و زشتکاری را نمی تشخیصیم. نادانتر از آنیم که بدانیم جاویدانی با عشق و عاشقی به دست می آید و نه نفرت و آزار. چرا این رفتار ضد و نقیض را می انجامیم و در مغز اشتباه کردن و ستم روا ساختن را هم درک نمی کنیم؟ این چه رفتاری است که این انسان مدعی تمدن خود را بهترین و نیکوترین دانسته و درنده و وحشی بودن خود را نمی احساسد؟ آن هم عبارتهای دینی فراموش می شود که مثلا می گوید مسلمان کسی است که مردم از دست و زبانش زیان نبینند. به زیارت عتبات و حج می رویم، با اجرای مراسم عبادت خود را مسلمان ناب و بهشتی می دانیم. از تشخیص گناه کردن و ظلم نمودن ناتوانیم. ستم و بدرفتاری به عاشقان را هرگز گناه ندانسته و دوگونه رفتار کردن من را درک نمی کنیم. این رفتار ناهنجار نسبت به احساس زیبای عشق در اجتماعهای محافظه‌کار بسیار معمول است. وقتی هم دو عاشق توانستند بر مشکلها غلبه و با هم وصلت کنند، دست از سرشان بر نداشته و علاقه عشقشان را جنایت دانسته و گناهکارشان می دانیم. موضوع عشق و عاشقی از صفحه‌های کتاب‌های فرهنگ و آواز آهنگ‌های من خارج نشده. در زندگی واقعی
دوست داشتن جایی ندارد. اگر باور ندارید، آنان که ازدواج کردن از خود بپرسند آخرین باری که زبان عاشقی با همسران گشودن کجا و کی بوده؟ وقتی اظهار این احساس و علاقه را به همسر که نزدیکترین فرد به سر می باشد ضروری نمی دانیم، نسبت به شخصیت‌های دور با تظاهر و تملق اظهار علاقه و ارادت می کنیم. در رژیم کنونی و کشورهای اسلامی بسیاری ملاقات دو جنس مخالف یا خلوت و خلوت با یکدیگر جرم است، یعنی عشق و عاشقی حرام می باشد. نر و ماده انسان ها باید مانند حیوان ها باشند و نزدیکترین رابطشان جفتگیری. هرگز مجال آدم شدن و ابراز احساسات زیبا به روابط دو جنس در سیستم اجتماعی ما وجود ندارد. اگر عشق و عاشقی هم در میان بود، باید تا هنگام وصلت مخفی بماند. با این روش غلط، دروغگویی را از آغاز همبستگی یک عادت معمولی ساخته ایم. هنگامی که مسئله عمومی شد، نه عیب و نه بد شمرده می شود. همه این بدروشی را اجرا، تکرار و زشتیش را احساس نمی کنند. در پژوهش پرورش خردسالان یافتند کودکانی که بیشتر در آغوش پدر و مادر و از مهر و محبت زبان و گرمی بدن برخوردار بوده اند باهوشتر از دیگران هستند. عملا عشق موجب تحریک احساسات جهت بهتر شدن و نیک بودن می گردد و انسان را در تمام دوران زندگی به سوی پاکی می راند. برای تسلط و فرمانبری فرزندان بیشتر پدران و مادران از این اصل آموزشی بیخبرند و آن را محبت غیر ضروری و لوس کردن بچه می دانند. در فرهنگ ما بیان نوع رابطه و ابراز احساسات نسبت به نزدیکان و همبستگان مرغوب نیست. علتش همین مغز است که با قید و بندهای اجتماعی تزریق شده به بیشعوری از اظهار علاقه راستین امتناع می ورزد. اما همین مغز هنگام نفاق و دروغی نسبت به صاحبان مقام و ثروت آماده است خود را ذلیل و فدایی و آماده به قربانی شدن معرفی کند. آن مقام بی خرد و بی تجربه و ناآشنا به تاریخ و شرایط و روابط اجتماعی باورش می شود. بدون درک مغز و با نشخوار کردن این فریبگویی ها خود را به دوزخ می برد. شاه خود را محبوب ملت می دانست و ادعا می کرد رشته ناگسستنی ملت را به شخصش پیوند داده است. هیچ کس از خود نپرسید چرا؟ چگونه این رابطه شکل گرفته؟ علتش و یا موجباتش کدامند؟ فریب این فرهنگ نفاق زارا خورد. در دور جستن از حقیقتیابی پایان خود را ساخت. اگر بیماری چچه عمومیت داشت، شاید اوضاع شاه و مردم تغییر می کرد. دیگران هم مانند ایشان هستند، نمی توانند تشخیص دهند مدعیان اظهار اطاعت و بد قربون گویان هنگام امتحان چند مرده حلاجند. تا وقتی که منافعشان برآورده شده غلام دست به سینه اند. با کاستگی سودبری اقتصادی همه چیز تغییر می کند. رابطه مردم با حکمران بر طرز شکل گرفته، سود اقتصادی در درجه بعدی قرار دارد. رابطه میان مردم بیشتر بر اساس منافع مادی استوار می باشد. دختران آماده اند برای ثروت با هر مردی که آن را دارد وصلت نمایند. بدون فهم خود را چون کالایی می فروشند و بدون اهمیت و اعتبار دادن به خود و احساسات آدمی عمر یک باره را تلف کرده، احساسات مغز را زیر پا نهاده و بار ذلت می کشند. مردم هم این خود فروشی را فرصت خوب، شانس عالی و زرنگی می دانند. بیندیشید چند زوج را می شناسید که فقط برای عشق با دختر و یا پسری وصلت نمودند بدون اینکه ثروت و مقام در این انتخاب جایی داشته باشد. اگر خودشان هم بخواهند، وابستگان و اجتماع و معیارهای سنجش بیشعوری مانع می شوند. سود اقتصادی سبب گرایش فرزندان به پدر و مادر می شوند. در آمریکا که نمایان پیشرفته ترین سرزمین انسان بر این کره است، هر سال تعدادی از فرزندان برای دستیابی به ارث و ثروتمند شدن پدر و یا مادر خود را می کشند. در عربستان که معیارهای دینی از کودکی به خور همه می رود، یک جوان پدر و مادر و برادر کوچک خود را کشت، زیرا با تماشای تلویزیون مرتکب فعل حرام می شدند و برای بنابر
انباشته های دینی در مغز میباعث کافران کشته شوند. این حادثه ها به ما میفهماند که مغز بنابر انباشته ها مسائل را تحلیل و تفسیر و درجه بندی کرده و سپس صاحبش را به تصمیم و اقدام میراند. عدم بر زبان آوردن سخن از عشق و علاقه والدین هنگام کودکی و کاشتنش در بیشعوری فرزند سبب این جنایت ها می شود. دوست داشتن والدین و احترام به بزرگسالان در تمام دین ها واجب مقرر شده و در عبادتگاه ها تکرار می شود، اما در زندگی خانوادگی عملا به برنامه آموزش و هدف فراگیری نمی رسد. با کاشت این رفتار اجتماعی در مغز معیارهای ضد و نقیض ساخته ایم. سرانجام ما به کجا می رویم؟ خود نمی دانم. مغز قادر به درک ضد و نقیض ها نیست. وضع امروز ما نتیجه اصول تأسیس شده بر این کره است. بدون چچه کردن یا کوشش برای دانش و فراگیری، آنچه را که نیاکان کاشتن می خوریم و می نوشیم، هرچند که زهر باشد. آرزومندم با عشق راستین ریشه دوانده در مغز، عمر را در کنار عزیزانتان سپری کنید. عشق ثروتی است که با پول نتوان خرید. خارج بودن عقل از تسلط انسان موجب شده که عشق را نیافته و ارزشش را ارج ننهیم. عشق در مغز جا میگیرد و نه در قلب پر از خون. میگوییم پول و منفعت‌های مادی میآیند و میروند. چیزهای هستند همیشگی و جاویدان که عشق یکی از آنهاست و حقیقتش را با تمام ثروت دنیا نتوان خرید. با عشق و دوست داشتن و ابرازش به معشوق و دوستان آرامش روان و آسایش عمر خویش را دریابید. عاشق شوید، عاشق باشید. با ابراز و اظهار عشق علاقتان را با عزیزان گران دانسته و نشان دهید. از مغزم به زبان آمده و میگویم علاقه خدمت به شما در همه سلولهای عقلم آشیان کرده. شما را بسیار عاقلانه دوست دارم. در این گفتار عاشق منشی تقدیم حضورتان شد تا بیندیشید و با تسلط بر اعضای خیش مغزتان را انبار عشق کنید. خب امیدوارم که شما تصمیم بگیرید دوستان مغزتون رو انبار عشق کنید. یه دوستی بهش گفتم دیروز که یه برنامه های هست که 19مینش رو پخش کردیم و اینجوریه. خود من تا حالا فکر نمی کردم که ما حتی مغزمون به اختیار خودمون نیست. گفت خب بگو ببینم ایشون تو 19 تا برنامه چی گفت. گفتم ای بابا حالا من وایسم 19 تا 15 دقیقه برای شما توضیح بدم. در هر صورت برنامه ایشون رو دوشنبه ها ساعت 3 بعد از ظهر تقریبا وسط برنامه یا میشه بگید در قسمت پایانی ساعت اول میتونید داشته باشید. حالا شاید برگردیم یه روز همه این پیام ها رو که ایشون در برای من نشتو تا برنامه 36 و اینا رو آماده کردن، شاید بتونیم اینا رو به صورت همون جوری که یک کتاب مثلا گردآوری میکنن، اینها رو هم به صورت کتابی گویا با نام عقل بشر کنترل در دست ماست یا نیست. چقدر قشنگ ایشون توضیح داد که این میگه عشق تو قلبمه، میگه آقا تو خون و رگ و پی که جا نمیگیره، عشق تو مغزه. شما به فکر میکنید و خیلی هم درست میگه. خب تانکیو به قول دوستان آمریکایی، ممنون، متشکر. بذارید ببینیم دیگه چی داریم اینجا. اما تودی خب آسمان دیلی نیوز نوشته نامه ای از دبی کارگر جنسی هستم، چطور به ایران برگردیم؟ ای دادی بیداد. این ماجراهایی که یه آقای هست به نام دکتر حسن عباسی، بعد یه آقای دیگه هست که اسمش دکتر حسن عباسی بوده که نمیدونم ایشون چه دکترایی داره، اسمش گذاشته سیاوش اوستا. ایشون ادعا میکنه انقلابی بوده، جزء فراماسیون بوده، الان ضد انقلابی هست، هنرمند بوده، هنرمند نبوده. خلاصه من که نفهمیدم این آقای سیاوش عباسی که قبلا حسین سیاوش اوستا که قبلا حسین حسن عباسی بوده کی هست، چی هست و چی میگه. اتفاقا امروز بهش گفتم آقا، یه دو بارم باهاش مصاحبه کردم، کتاب می‌نویسه، چپ و راست کتاب می‌نویسه. گفتم اگه خواستی
یه بار دیگه با هم مصاحبه داشته باشیم. و اما نامه از دبی، ببینیم که این نامه رو از دبی کیا نوشتن. یادتونه توی برنامه من گفتم که توی ایران خیلی کارا هست که میتونن انجام بدن و بلند نشن برن دبی تن فروشی و اینها، ولی بعضیا حمله کردن نه آقا اصلا کار نیست و اینها. حالا ببینید اینایی که رفتن دبی چی میشه. میگه جناب سربی، از این به بعد من با عقلم دوست خواهم داشت و عاقلانه دوستتان دارم. خیلی ممنون آقای علی ترابی. اینم نشون میده که برنامه های اون دوستمون از خلیج فارس روی من و دوستان بیننده اثر گذاشته و میگذارد. نامه از دبی، کارگر جنسی هستم، چطور به ایران برگردیم؟ ایران وایر، ما چند دختر هستیم که برای کار به دبی آمده ایم. تعدادی از ما در ایران به کار مشغول بودیم و تعدادی در اینجا شروع به کار کردیم. ما در اینجا سختی میکشیم اما چاره‌ای نداریم. راه برگشتی به ایران نداریم و جای دیگری هم ما را راه نمیدن. متاسفانه مشکلات زندگی ما را به این راه کشانده است و هر چقدر بیشتر در این کار میمانیم حالت روحی و زندگی هایمان آشفته تر می شود. این جملات را چند دختر ایرانی که در دبی مشغول به کارگری جنسی هستند. آقا تنفروشی، کارگری جنسی، تنفروشی ما تو فارسی میگیم دیگه، درست بگید که مردم بفهمند. آنها خواستند در گفتگو با کارشناس حقوقی راه های برگشت به ایران را بدانند. در پیشتر موارد فقر و مشکلات اقتصادی دختران را به خواست خود یا خانواده ها به اجاره دادن تنهایشان در ایران یا کشورهای اطراف کشانده است. بسیاری از آنها اما خسته و ناامید زیر فشار خشونت هایی که در رخت خواب یا از سوی قاچاقچیان قوادان و رئیس هایشان تحمل می کنند می خواهند به ایران بازگردند یا راهی داشته باشند تا بتوانند از این خشونت ها خلاص شوند. در بیشتر مواقع اما ترس از بازگشت و رویارویی با مجازات آنها را از مسیر باز می دارد. قاچاقچیان، رئیس ها و قوادان آنها را می ترسانند که در صورت بازگشت به ایران با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ممکن است حتی سنگسار یا اعدام مواجه شوند. با نگه داشتن پاسپورت های این دختران توسط این افراد، آنها تبدیل به گروگان هایی می شوند که نه راه پس دارند و نه راهی پیش. بسیاری از آنها سرنوشت خود را محکوم به همین همخوابگی های اجباری می دانند. این در حالی است که کارشناس حقوقی با استناد به همین قوانین جمهوری اسلامی می گویند راههایی برای بازگشت آنها بدون مجازات یا تحمل حداقل آن وجود دارد، در حالی که قوادان، قاچاقچیان و رئیس های این دختران با مجازات های بیشتری روبرو هستند، از 75 ضرب شلاق تا اعدام. این هم اگه کسی در این رابطه میخواد صحبت کنه مهمون ما باشه، چون من یادمه یه جایی تو یکی از همین ویدیوها طرف میگفت که به اصطلاح چشم و همچشیه یا کیپ اپ وید جونزز که در بین خانمها دخترهای جوان هست که این تلفن رو داره، منم باید این تلفن رو دارم، این پوتین رو داره، منم باید این پوتین رو کفش رو داشته باشم، این کاپشن رو داره، منم باید این، یا این ماشین رو داره الی آخر. ماجرای دبی و کشورهای عربی، دوستان خیلی خوشحالم که امروز درست مقارن شد با این صحبتهای دوستمون که به اصطلاح برنامه شماره 20 عقل بشر رو فرستاد و میگه ببینید اینایی که ازدواج کردن کدومشون عاشق هم بودن. مثلا شما فکر میکنی این خانم ترامپ عاشق ترامپ شده؟ یعنی تو خیابون که میمده هیچ پیرمرد دیگه ای نبوده از این خوشگلتر، از این لاغرتر، از این، اینو دید عاشق این شد؟ نه، این برای پولش باش ازدواج کرد. حالا ازدواج وقتی به پول میرسه، این میاد اینایی هست که میگن این خطبه عقدی که میخونیم خیلی بده، آقا میگه چقدر پول میگیری نمیدونم زن من باشی از حالا تا وقتی میمیری، این خیلی بده. آقا اینجا چجوریه؟ اینجا طرف میگه من دیگه الان به این نتیجه رسیدم برم یه شوهر پولدار پیدا کنم که نخوام کار کنم. خب این چه فرقی داره با اون؟ بنده وقتی ایران بودم، وقتی شیراز بودم، البته نگفته نماند، خیلی از اینا که میومدن ایران برمیگشتن
ازدواج میکردن تو شیراز، توی به اصطلاح اطراف شهرستان ها اینها، چون اینا اصلشون ایرانی و شیرازی بوده رفته و اومدن. بعد تازه برگردین یه چند سالی بریم اون ورتر، مثلا این بحرینی که با ایران بوده یا کشورهای دیگه که نمیدونم 100 سال پیش اصلا این مرزا همه یکی بودن و اینها، اینا اصلا حل شده. مشکل الان اینه که تو آمریکا هم همین دیشب داشت این آقایی که نقش ترامپ رو بازی میکنه و تا حالا چند بار نامزد شده بود ولی برنده نشده بود و دیشب چون برنده شد و وقتی برنده شد تشکر کرد از ترامپ، این آقا زنش رو طلاق داده، با یه کسی تقریبا همسن دختر خودش ازدواج کرده و تو 3 سال گذشته 3 تا بچه گیرشون اومده. حالا همین برنامه دیشب رو نگاه کنی، کچ کچ را میره. خب ببخشید اینایی که به زور این قرصا میخواد زن جوان رو ارضا کنه و میخواد نمایشم بده، میخوادم لذت ببره. حالا اگه دوباره بگم، اون دوستون میگه آه شما از کجا میدونید که ترامپ از این قرصا خورده که بچهش اینجور شده؟ بچه هاشون اینجوری میشن، بیشتر چی میگن، مثل عقب افتاده میفتن. بعد نمیدونم، در هر صورت این ماجرای تن فروشی درسته که بیکاری و فشار دولت جمهوری اسلامی نقش مهمی بازی کرده، ولی یه مقدار کمیش هم اون بوده که طرف رفته این کار کرده، وقتی برگشته ایران نگفته من اونجا تن فروشی میکنم، گفته من اونجا مدلم. اون یکی هم بابا فیلم ممل آمریکایی رو شما برید نگاه کنید، ممل آمریکایی رو دوره شاه ساختن، آقای بهروز وثوقی توش بود، تو سینما بود، تو نمیگم کجا بود دیگه، اونایی که ندیدن برن ببینن، برید ببینید ممل آمریکایی چجوری بود که همه دلشون میخواست بلندشن برن آمریکا. اگه این مملکت دوره شاه اینقدر خوب بود، چجوری بود که امید و آرزوی جوانایی که تحصیل میکردن این بود که برن آمریکا یا بیان آمریکا، خانما این بود که بلندشن برن فرانسه، برن اروپا خرید کنن. اینو برای من بیان بگی. همین خانم جاوید که اتفاقا هم هنرمنده هم تو کارهای به اصطلاح چیز و اینها وارد هست، بیاد به من بگه چرا اینجوری بود، چرا کشوری که 10,000 سال سابقه داره، تاریخ داره، بیاد بلندشه بره حالا اروپا هم که باز بالاخره یه سابقه دارن، ولی چرا حسرتش یک کشورهای بینام و نشانی باشه که برن اونجا یه چیزای حراج بخرن بیان، بعد افتخار کنن که ما اون موقع پاسپورتمونو میذاشتیم روی یخ آب میشه. هر چیزی بذاری روی یخ آب میشه. یخه دیگه، هر چیزی بذاری روش چه میدونم واسه چی میگفت. خب ببینم براتون دیگه چی گذاشتم. بله، این ویدیوی آقای چمنارا رو ضبط کردیم، تو برنامه گذاشتیم. آها، گدا در ایران، در آمریکا و در کوبا. دیشب یه فیلمی رو CNN نشون میداد، این فیلم آنتونی بابا دیگه پیر شده، ما اصلا اسما یادم میره، 10 ساله که الان داره این فیلم ها رو نشون میده. بلند میشه میره یه کشوری، یه جایی مشروب میخوره و خوراک میخوره و با مردم صحبت میکنه، ما هم نگاه میکنیم ببینیم اونجا بعد اگه رفتیم کدوم رستوران خوبه، کدوم شهر خوبه، الی آخر. و دیشب توضیح میداد، دوستان گوش کنید، میدونید که توی کوبا از موقعی که انقلاب کوبا شد و اون چگوارا و نمیدونم این یکی آقای فیدل کاسترو اومدن سر کار، کارخونه ها رو از مردم گرفتن و اینها، فقر عجیبی همه رو، چون اینا نتونستن همه رو پولدار کنن، همه رو فقیر کردن، درسته؟ ولی چند تا حسن داشت. تو کوبا شما بی سواد پیدا نمی‌کنید. کوبا بیشترین تعداد دکتر به نسبت جمعیتش داره و کوبا آدم گدا تو خیابون شما پیدا نمی‌کنید. ما میگیم گدا تو شیراز، گدا تو خیابون پیدا نمی‌کنید. حالا اینو داشته باشی، 2-3 سال بود که این روابط کوبا و آمریکا خوب شد، سفارتخونه باز کردن که الان میخوان ببندنش، چون آمریکایی‌ها گفتن این کوبا یه وسایل روسی استفاده میکنه و داره گوش ما رو کر میکنه، یه وسایلی که میخوان حرفای ما رو شنود کنن، این سیگنال ها گوش ما رو کر میکنه، مغزمون متورم شده و بمانه. کوبا هم میگه ما اصلا همچین وسیله ای نداریم. توی این چند سالی
که آمریکایی‌ها و کشورهای دیگه بیشتر و آزادتر شدن که برن کوبا، فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟ بله، آقای یا خانم تو کوبا اتاقشو میده شبی $30-$40، بعد قد یه ما حقوق کارگریش هم ممکنه بیشتر باشه، ولی تو خیابون گداها را افتاده. یعنی طرف میگه خب من را میفتم، بالاخره این $1 به من بده، 50 سنت به من بده، روز منو ساخته. حالا بذارید اینجا من براتون یه مقاله نشون بدم. همین آمریکا شما امکان نداره از اینجا که رانندگی میکنی به طرف واشنگتن، همچنین که توی هایوی هستی، توی هایوی خب نه کسی اجازه داره پیاده را بره، با دوچرخین ها اجازه ندارن بیان، نه کسی وای میسه، باید احمق باشه وایسه اونجا گدایی کنه. همچنین که اولین چراغ قرمز یا چراغ قرمز، باید قرمز هم هست، سبز هم هست، امبر یا زرد هم هست، اولین چراغ راهنمایی رو که شما میبینید دو سه نفر وایسادن، یکیش میگه من کار میکنم برای پول، یکیش میگه من کارم از دست دادم پول بدید نهار بخورم، یکیش میگه پول بدید من آبجو بخورم، یکیش میگه دروغ چرا، پول بدید من میخوام حشیش بکشم، و مردمم مثلا درو میکشن پایین میده. من بارها از خودم پرسیدم چیکار کنم آدم؟ اگه بخوای به هر کدومشون $1 بدی، از این آخر 66 که میرسی به کانستیتوشن اونیو تا بخوای بری اونجا با 50 تا $1 بدی و برگردی کنار خیابون نشسته کافیش خورده، حالا تو لیوان کافیش. حتی آقای جان استاسو یه دفعه یه برنامه درست کرد، یه ریشی چسبوند اینجاش، رفت نشست یه جایی، بعد گفت من ساعتی $40 ساختم، ساعتی $40 تو مالیات نمیخواد بدم. شما میدونی او بیچاره که میره تو مکدونالد کار میکنه، حالا تازه دارن تلاش میکنن که حقوقش بکنن $10-$10، بعضی هاشون $7، بعضی هاشون $8. اونی که منیجر $15 میگیره، اونی که تو والمارت کار میکنه باید بیاد بره فرم پر کنه که برای زن و بچهش خوراک کمک بهش بدن، فود استم و ایلاس، اینا گرسنه نمیمونن. حالا بیای ببریم تو ایران. چرا تو ایران به گدا میگن متکدی؟ نمیدونم، من اینم میگم بعضی وقتا فارسی اونجا که وقت داشتیم و اینها نخوندیم، حالا اینجا دیگه هرچی بلدیم همین. بله، نوشته که متکدیان ثروتمند تهرانی. خیلی جالبه ها، نه؟ یادتونی یه فیلمی هم بود دوره شاه، گدایان تهران، همین ماجرایی که بچه کرایه میدن به هم و اینا. دوستان دوره شاه این فیلم پر شده. چیزی که از شماها نبودید، شماها ندیدید، شماها عیبتون میشد، چی بود، ننگتون بود فیلم فارسی ببینید، فیلمای انگلیسی، فرانسوی فلان میدیدید، اون یکی ریچارد برتون بود، اون یکی الیزابت تایلر بود، اون یکی نمیدونم رومینا پاور بود، یکی آلبانا بود، و خبر نداشتید که تو همون دوره شاه فیلم ممل آمریکایی، همون دوره شاه فیلم گدایان تهران. حالا برید نگاه کنید و بیاین مهمون من باشید. توبه، میگه که اولا میبینید که این پولا رو ریختن رو زمین، اینجا این گداها رو گرفتن و این پولا هم اینجا. گزارش روزنامه صبح نو از رواج پدیده جدید میان باندهای تکدیگری، نوزاد با قنداق هفته 5,000 تومان، خرید و فروش نوزاد معامله‌ای در فضای خلأهای قانونی و نبود نظارت دستگاه‌های مربوطه و متولی است و در این معامله نوزادان با قیمت‌های مختلف هم خریده می‌شوند و هم به فروش می‌رسند و هم در برخی مواقع با رقم‌های اندک برای اجاره داده می‌شوند. نقش بستن آگهی‌های فروش نوزاد و بچه‌های خردسال در خیابان‌های شهر موضوع نگران کننده و دور از انتظاری بود که مدتی است شاهدان هستیم. این اتفاق با رشد چشمگیر آگهی‌های فروش فرزند از فضای واقعی جامعه به فضای مجازی و حتی برنامه و اپلیکیشن‌های فروش و بازاریابی رسیده است و حالا به راحتی میتوان آگهی را در این فضا منتشر کرد تا مخاطبان بدون آگاهی، خواسته یا ناخواسته، آن را دست به دست بچرخانند و برای آگهی دهنده تبلیغ کنند. سرپرستی کامل کودک زیر 1 سال حتی نوزاد را به عهده میگیرند
لطفاً اگر کسی میشناسید که پدر و مادر ندارد. این یکی من البته ایراد میگیرم، این اینجا هم هست دوست عزیز، و این اتفاقاً کار خوبیه که اگر کسی خودش بچه دار نمیشه، به جای اینکه بعضیا دیوان بازی در میارن میرن بچه های مردم رو میدزدن، و اگر از اون طرف دختر جوونی هست که به خاطر مسائل مذهبی یا اینکه آموزش بهش ندادن حامله شده، حالا این میخواد این بچه رو سر به نیست کنه، خب اگه یه خانواده‌ای خرج بزرگ شدن این بچه رو بده و از این دخترم نگهداری کنن، بگن بابا تو اصلا میتونی بیای تا یه سالگی دو سالگی به این شیر بدی، ما ازت نگهداری میکنیم، چه نوه چه دایه‌ای بهتر از خود دختر، به شرط که معتاد نباشه این زنی که حامله شده اینا. این آگهی رو شما قاطی این نباید میذاشتی، این دوتا چیز مختلفه. اون خرید و فروش بچه ها و اجاره بچه ها برای گدایی اون یه بحث جداست، ولی این که یه کسی بچه دار نمیشه، یه خانواده بچه دار نمیشن، این همه پول خرج میکنن قرص و دوا و اینا، تو آمریکا که میرن از روسیه بچه ها رو میارن، از کشورهای دیگه میارن، بعد خیلی از اینا مشکل روانی دارن، همون پدر و مادری که آوردتش میزنه میکشه. اون فرق میکنه دوست عزیز. اگه یه کسی بچه گیرش نمیاد، بعد از طرف یه کسی تو خانواده شون هست که بچه داره یا نمیخواسته به خاطر مذهبی بچه چهارم، پنجم، سوم، دوم رو سخت جنین کنه، خب این از بچه این نگهداری کنه، خیلی هم به نظر من کار درست و خوبیه. در هر صورت اینم این مقاله بود، این هم یکی از گدایان ایران. خب حالا بذارید ما قرار شد تو فیسبوک خیلی فعال نباشیم تا دوستانی رو که از روی یوتیوب و اینها میبینیم خیلی به اصطلاح ناراحتشون نکنیم، چون اینا میگن آقا وقتی میری سراغ فیسبوک دیگه اصلا برنامه اصلی فراموش میشه. و اما یه دوستی به نام فواد از ایران تماس گرفته، اگه صدای منو میشنوی، من نوشته شما رو برای آقای راستگو کانون آوا ارسال کردم و ایشون احتمالاً با شما تماس میگیره. ایشون چون کار داره، مهندس ساختمانه، اونجا کار و زندگی و بعد نگهداری از این برنامه و بعدم باید کار کنن، پول در بیارن بدن تلویزیون مردم تو برنامه داشته باشن، شما باهاشون تماس بگیرید. ایشون نوشته آقای سربی سلام و خسته نباشید، من فواد بصری یا بصری هستم، یکی از قربانیان فرقه رجوی، من در ایران زندگی میکنم، گفتگوی شما با جدا شده ها را دنبال میکنم، برنامه خیلی خوب و مفیدی است، همگان از عملکرد کثیف فرقه رجوی آگاه می شود. دنبال این هستم که گفتگویی در رابطه با فرقه رجوی با من داشته باشید. با تشکر. اولا چقدر قشنگ نوشته، اسمشو گفته، روی فیسبوک نوشته، منم حالا جوابش میدم. دوست عزیز، من این نوشته شما رو برای آقای راستگو فرستادم، خودتونم با ایشون تماس بگیرید یا اینکه منتظر باشید تا ایشون با شما تماس بگیره. ممنونم از خانم شایسته الهامی، مقاله ای رو فرستادن به نام ترامپ هیلری مرجر، مرج کردن. شما تو رانندگی هم وقتی رانندگی میکنی یه خطی هست بهش اکسلریشن لین و دیسلریشن لین هم میگفتن، حالا مرجینگ لین هم میگن. شما توی این خط میای با این ترافیکی که داره میره به اصطلاح خودتون رو با اونا یکی میکنید. اینجا دو تا مثلا بانک بزرگ میخرن همدیگر رو، چی میکنن؟ اینا با هم مرج میکنن، شرکت های هواپیمایی با هم مرج میکنن، خیلی هم بده، به ضرر من و شمای مصرف کننده است. حالا توی این مقاله میگه که همین مال پریروز هم بوده، نه دیروز، پریروز، روز شنبه، میگه The Trump خط فاصله هیلری مرجر، هیلری همین خانم کلینتون رو اینجا میگن هیلری. ببینیم که کمرای سه این عکس هم کشیده به این صورت، منم براتون از همین بالاش نشون بدم که ما چیزی اینجا کم و کس نداشته باشه. میبینید که دو تا عکس از اینها گذاشته و یه جوری میخواد بگه که اینها دارن مثل هم میشن. میگه که دوتاشون دوست دارن که به برنی سندرز حمله کنن. Both are
beloved slice of the party, but in بله میگه که راجع به وجوه تشابه اینها صحبت میکنه که اینها با وجودی که این میگه من ریپابلیکنم، اون یکی میگه من دموکراتم، حقیقتا خود دموکرات ها و ریپابلیکن هم دل خوشی از اینا ندارن، اینا هم دل خوشی از اینا ندارن. بعد میگه که دوتاشون اون دیرکتور قبلی FBI رو بلیم میکنن. اینها همه اینا رو که میخونیم، من آخرش نوشتم که هر دوشون هم شارلاتان هستن و بیچاره ما مردم که یا به دست این باید اسیر میبودیم یا به دست اون که فعلا دست ترامپ اسیر شدیم. امیدوارم به زودی یه راه نجاتی پیدا بشه. حالا این راه نجات چیه من نمیدونم. دوستان طرفداران ترامپ که $30-$40 دادن این کلاهای بهش میگن مگا یا MAGA Make America Great Again MAGA، کلاها رو یکی یکی دارن آتیش میزنن. طرف مثلا کلاه رو گذاشته جلو در خونش آتیش میزنه، ویدیو گرفته میذاره، چون حالا فهمیدن که بهشون ترامپ دروغ گفت. حالا موقعی که آمریکایی‌ها میگه I told you so، یعنی من بهت گفتم، تو نفهمیدی. مثل طرفداران رضا پهلوی هست، من به شما گفتم تو ما نفهمیدی، آقای امید نادان، آقای ایکس، آقای ایگره. و اما حالا این وسط کی داره استفاده میکنه؟ چین. نگاه کنید دوستان، من نمیدونم چند روزی هست این برنامه ما وقتی روش کلیک میکنیم که باید اینجوری بشه، بیان شما اینو به اصطلاح این عکس رو ببینید، یه دفعه از دستمون در میره. فکر کنم این ماوس وایرلس ما خیلی حساس شده. بله US. ببین آقای خوشنودی عزیز، این پیامای اینجوری رو تو قسمت مسیج خصوصی بفرست که اونایی که دارن برنامه منو نگاه میکنن الان نرن تو این قسمتایی که چیز هست، اون وقت اونجوری مثلا من تو برنامه آینده باز ازش استفاده میکنم. اتفاقا ایشون لطف کرد گفت اون مدرسه احمدی که شما فرستادید الان، آها این اسم مبارز نستو دنبالش میگشتم، این پسره خیلی هم فکر میکنه هیکل قشنگی داره و ورزشکاره و اینها، نمیدونم بنگیه چی، از صبح شب پای کامپیوتره. در هر صورت نوشته که US sanction continue to backfire، میگه تحریم های آمریکا بر علیه ایران داره عکس العمل منفی نشون میده. China opens $10 billion credit line for Iran، چین رفته $10 billion line of credit. اینجوره، یعنی شما چشمت روشن مجید عزیز، خیلی ممنون. یعنی شما وقتی که با من مثلا آشنا شدید، من بهتون میگم شما اینجا $200 میتونی چی بخری بعدن. خب معلومه که ایران هم الان فوری میده و میره از چین چی میخره، وسایل میخره. این وسط کی ضرر کرده؟ این وسط آمریکا ضرر کرده، این وسط شرکت‌های آمریکایی ضرر کردن که مشتری خوبی مثل ایران رو که سالها ما به جنس‌های آمریکایی اصلا یادمونه Made in America، Made in USA اینا کیف می‌کردیم. ببینید نوشته که assisting Tehran with sidestepping and ongoing Washington sanctions. بله همون ماجرای تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران باعث شده که چین بیشتر و نزدیکتر بشه، یعنی بیشتر مایل باشه با ایران معامله کنه و نزدیکتر بشه. اینم از این. این رو هم فکر کنم خانم شایسته الهامی یا دوستاشون فرستید. ولی یه دوستی گفت آقا شما همش میگین سگ و گربه و حیوانات در آمریکا، همه جای دنیا اینجوری نیست. بله بذارید این ویدیو رو نشون بدم. من میدونم دوست عزیز، همین تو آمریکا ما میگیم سگ و گربه، ولی طرف مار افعی، مار با نگه میداره. همین چند روز پیش توی نیویورک یه ماری اومده بود رفته بود توی مترو و دور این میلهی که مردم دست میگیرن حلقه زده بود و خیلی ها جوک میساختن، میگفتن این چجوری دلش اومده به این میله کثیف خودش رو بچسبونه. یعنی براشون مهم نبود که یه مار توی مترو هست، فقط مهم بود که چرا این خودش به میله چسبونده، اونم میله‌ای که با دست من و شما یا آدم کثیف شده. حالا این دوستمون این ویدیو رو فرستاده که احتمالاً چون عربی هم صحبت میکنن کشور عربیه و این
به بچه بز چی میگن؟ چون میدونید بز، حالا ببخشید بز نه شتر، نمیدونم از هوشش و اینها میگفتن، میگن نفر میشمارونش. یه جای خوندم عربا برای که توهین کنن به ایرانیا، همون جوری که به شتر میگن یک نفر، به ایرانی ها میگفتن یک نفر. ولی من فکر نمی کنم عرب الان حیوانات که میخوان بشمارن به نفر بشمارن. اینم از این. حالا ببینید اینجا این آقا این شتر رو میاره میده به زنش، میبوستش، تازه زنه هم نقابشو از اون زیر، مثل موقعی که میخوان اسپاگتی بخورن تو مال و اینا، نگاه کنید خود. يا بعد عمرينا ها سلم جاي يا عمو اي والله سلم معايا ماجد يا حلوة حلوة ماجد تعال سلم يا ابوي تعال سلم يا جا بله این شطور رو ماچ میکنه و میبوسه، مثل که شطور اینورتر هم میخواد بیاد بچه ها رو هم ببینه و اینها، ولی بالاخره شطور به این گندگی، حالا با وجود که بچه هست توی ماشین جا نمیگیره. ولی در همین آمریکا دوست عزیز، طرف سوسمار تو خونش نگه میداره. اینجا این هنرپیشه ها ببر و پلنگ و شیر و اینا نگه میدارن، بعضی جاها غیر قانونیه ولی بعضی جاها قانونی. ایشون نوشته که هر کس میتواند نامزد خود را انتخاب کند بدون مخارج، فقط در یک روز این شانس وجود دارد. من فکر کنم شما اشتباه میکنید. خب مخارجش اینه که همون روز وقت بذاره بیاد، احیانا اونم به خودش برسه، خرجی کنه. چون اینایی که من میبینم اینجا دارن نمایش میدن، خودشون رو به معرض نامزد شدن قرار دادن، خیلی خرج کردن، خیلی وقت گذاشتن، حالا مهره‌ای به خودشون آویزون کردن، رنگی کردن، اینها با هم ببینیم. بله این خواستگار، حالا ببینیم اونهایی که در بازار خواستگاران هستن کیا هستن. کامیرای 3 ببینیم. اسم ايش دكتور كوين دكتور كوين دكتور كوين هذا قبيله قبيله عليه دكتور كوين ما يمكن چی میگن اینا؟ میگن من رو انتخاب کن. چرا چشماشون رو اینجوری میکنن؟ آدم میترسه. بله ببینید این هم یه مشکل اسباب بازی به خودش آوزون کرده، صدا در میاره و الی آخر. بله وای 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 نعوذم الله، آدم وحشت میکنه. خب کدومش انتخاب کردین دوستان؟ اونایی که دنبال زن میگردن. برنامه تلویزیون مردم را با اپ فیسبوک وب میتونید زنده تماشا کنید. خیلی ممنون و متشکرم که اینا رو میگی. معمولا اتفاقا از اون روز که شما گفتید تعداد دوستانی که برنامه های ما رو شیر میکنن زیادتر شده. من اینو مدیون این آقای خوشنودی همشهری عزیزمون هستم. مرسی، متشکر. و اما ما یه اپی هم داریم، البته اپمون یتیم بیچاره. اینو وقتی رو تلفن خودم گذاشتم قشنگ کار میکنه. هر جا میرم به یه کسی صحبت میکنم میزنم، دیگه نمیخواد یوتیوب رو باز کنم اینها، تا میزنم نوشته مردم تیوی، ویدیوهای ما هم اونجا هست. اگه کسی میخواد با فیسبوک تماس بگیره با من از طریق مسیج، چون اینایی که شما کامنت می‌نویسید این کامنت ها برای من به صورت مسیج نمیاد، به صورت چی میاد اون یکی دیگه، خدایا، نوتیفیکیشن میاد و من نوتیفیکیشن ها رو نمیتونم همه رو جواب بدم. مثلا امروز رو اومدم اینجا نوشته 1800 تا نوتیفیکیشن. میگم آقا نوتیفیکیشن اینه. میگه غلام یه ماشینی گذاشت اونجا، حسن برنامه شروع کرد، غلام رفت به حسن گفت که اومدی اونجا، حسن به اون گفت که بیان بریم نگ... اصلا دیوانه خونه شده.
دیوونه خونه با دیوانه خونه چی؟ دیوونه خونه شد. خب و اما شادی جدایی، بله متاسفانه شنیدم که تو ایران هم این روزها طلاق رو مثل ازدواج جشن میگیرن. حالا این با وجودی که عربی هست ولی شما میتونید روی کیک ببینید که نوشته طلاق. میدونید خود کلمه طلاق هم عربیه. بذارید ببینیم این با که شادی و خوشحالی میکنن زن شوهر کی بودن، چجوری جدا شدن و حالا چرا اینقدر خوشحالن. اینم کامرای 3. بله میبینید الطلاق، الحمدلله علی الطلاق یه هم چیزی. ولی خیلی جالبه، من وقتی اینو گذاشتم، نه که عربی بلد نیستم، چون آدم وقتی یه زبانی بلد نیست یه چیزایش رو فکر میکنه با زبون خودش مچ کنه یا ردیف کنه. من فکر کردم میگه مثل عقل حیوانه. اولیش که میذاریم میخوان یه بار گوش کنیم. حیرونه، شاید هم میگه حیرونه، در صورت نمیدونم. گویا این خانمه طلاق گرفته، خیلی هم خوشحال داره کیکش رو هم با دوستانش نشون میده. و اما روایت علی جنتی از کشته شدن برادر مجاهدش، این ماجرای جنتی و اینها که میدونید سالهای سال جوک ها براشون ساختن و چیزهای دیگه. و اما اینجا نوشتن که با سلام و درود، میخواستم درباره اول و آخر شاهنامه صحبت کنم ولی این طرح قانون اساسی را نمیشود نادیده گرفت چون مسئله اصلی است. امیدوارم فرصت آن را داشته باشید که این را هم گوش کنید و ببینید. باورتون میشه برق رفت و آمد ولی ما اینجا چون بکاپ بدری داریم قطع نشد برنامه‌مون. و دیدید بعض وقتا مثلا 300 دلار میدید یه چیزی هیچ وقت به دردتون نمیخوره و بهترینش اینه که فکر کنید هم امروز استفادهش کردید. الان این مثلا بکاپ بدری که میشه دوباره برق رفت اومد. ای داد بیداد، اینجا یه کمی مثل که میخواد بارون یا طوفان بزنه. ضمن دو تا طوفان دیگه بعد از اون حوزه که سوار ایرما شد، دو تا طوفان دیگه در راه. امیدوارم صدمه و زیان نزنه، چون بعضی از شهرها تازه امروز بعد از یه هفته بعد از دو هفته مدارسشون باز شد. و اما ساعت 3:50 است، من 10 دیگه با شما خواهم بود، بعدش میرم و شما فیلم 4 رو آقای فرید زکریا به انگلیسیه، اگر انگلیسی هم نمیدونید 4 صبر کنید، بعدش برنامه آقای سهراب چمنارا. باز برق رفت و آمد و اینها، قبل از اینکه حسابی قطع بشیم میست که باید خداحافظی کنید. ولی یکی دو تا نوشته، یکیش از آقای پتیک هست که ایشون نوشته ی آقای آریانپور رو فرستاده، من میخوام بخونم. و میدونید مقاله‌های بلند و طولانی رو من فقط قسمت اولش رو میخونم که شما اگر اینترستد هستید، اگر براتون جالبه، بعد جذبش بشید به وسیله پیدا کردنش یا از طریق آقای آریانپور یا با من تماس بگیرید براتون میفرستم. انرژی خورشیدی، خلاصه‌ای از یک نوشته 32 صفحه‌ای. شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن برای منظورهای مختلف به زمان پیشا تاریخ باز می‌گردد، شاید به دوران سفالگری. در آن هنگام روحانیون معابد به کمک جام‌های بزرگ طلایی صیقل داده شده و پرتو خورشید، آتشدان‌های محراب‌ها را روشن می‌کردند. یکی از فراعنه مصر باستان معبدی ساخته بود که با طلوع خورشید در آن باز و با غروب خورشید در بسته میشد. ولی مهمترین روایتی که درباره استفاده از خورشید بیان شده داستان ارشمیدس دانشمند و مخترع بزرگ یونان باستان است که ناوگان روم را با استفاده از انرژی حرارتی خورشید با آتش کشید. گفته میشود که ارشمیدس، بعضیا ارشمیدس هم میگن، کدومش درسته مهم نیست، همین که من به شما بگم ارشمیدس شما بدونی یه دانشمندی بوده، یه قانونی هم بود، اون بود گفت وزن هر چیزی به اندازه وزن مایه هم حجم خودش ازش کم میشه. یافتم پرید تو خیابون از حمام با لخت و پتی. در هر صورت
میگه که از خورشید بیان شده است ارشمیدس با نصب تعداد زیادی آینه‌های کوچک مربعی شکل در کنار یکدیگر که روی یک پایه متحرک قرار داشته، پرتو خورشید را از راه دور روی کشتی‌های رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش کشیده است. در تاریخ ایران باستان نیز معماری سنتی ایرانیان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحیح و مؤثر از انرژی خورشید در زمانهای قدیم بوده است. با وجود آنکه انرژی خورشید و مزایای آن در قرون گذشته به خوبی شناخته شده بود، ولی با بالا بودن هزینه اولیه چنین سیستم هایی از یک طرف و عرضه نفت خام و گاز طبیعی ارزان از طرف دیگر، سد راه پیشرفت این سیستم ها شده بود. با افزایش قیمت نفت در سال 1973 کشورهای صنعتی مجبور شدند به مسئله تولید انرژی از راه های دیگر غیر از استفاده سوخت فسیلی توجه جدیتر نمایند. پتانسیل خورشیدی، حالا جالب اینه که این دوستمون آقای پتیک نوشته بود که به آخر این مقاله توجه کنید، تولید برق خورشیدی فوتوولتایک، و گفته بود که به آقای چمنارا هم بگید که یک نگاهی به اصطلاح به این سیستم بندازن. چشم، ما گفتیم، حالا امیدواریم که آقای چمنارا هم این مقاله رو بخونن و یک نگاهی بندازن. بیان به هم ببرمتون این لینکی که دوست ما از اون فلکه خاتون، یا به قول ما شیرازی ها فلکه خاتون، دبیرستان احمدی فرستاده، با هم ببینیم و ببینیم که واقعا این چیزا، میدونید هر ایرانی یه دیشی میذاش روی خونش، میگو ما ماهواره داریم، و من بابا ماهواره تو هوان، بعد شما فقط یک دیش یا یک بشقاب یا یه سینی دارید. در صورت اینجا ببینید نوشته، من گفتم دبیرستان معرفت، اشتباه کردم، دبیرستان معارف، چون دبیرستان معرفت قبلا داشتیم توی شیراز. اتفاقا من دوستان آقایون نیازمند و اینها میخواستن میرفتن اونجا، من دلم میخواست برم اونجا، نمیدونم چرا نرفتیم، ولی من و یکی از داداشاش هاشم نیازمند همین مدرسه احمدی رفتیم. بله، این شیشه‌گری دبیرستان معارف، اون وقتا اینجا قبرستون و اینا بود، الان قبرستون خیلی دورتر رفته. دباخونه، دوستان ببینید اون جایی که ما میرفتیم مدرسه، این ورش دباخونه بوده، یعنی پوست میفروشن و اینها، این ورش شیشه‌گری. حالا اینجا نوشته بلوار ارتش، من نمیدونم این بلوار ارتش از اون پشت ارتش سوم میاد یا یه چیز جدیده، ولی این بلوار زهرا، کوی زهرا، اون موقع میگفتن کوی زهرا یا کوی فرح بود، ببخشید کوی فرح بود، چون 500 تا ساختمون ساختن که بدن به آدمای کم درآمد و اینها، و اسم اونجا رو گذاشتن کوی فرح، که بعدم میومدی اینجا اون جلب سیاحان و اینها بود. ولی آخرین خبر دوست عزیز این که من آخرین باری که رفتم شیراز، اولا هم میترسیدم، وحشت داشتم رانندگی کنم، هم اصلا بلد نبودم کجا برم کجا بیام، و ممنون از یکی از دوستان و یکی از فامیلامون که یه دفعه پسر عموم اومد من رو بردیم ور اون ور، و من فقط میگفتم کجا میخوام برم، چشمامو میبستم از ترس، اینا رانندگی میکردن و میرسیدیم اونجا. در صورت این رو هم مجید فرستاده، گویا ایشون دیر رفتن ثبت نامش کنن و هیچ جای دیگه جا نداشته بغیر از مدرسه احمدی، و میگه آقا این مدرسه احمدی جای لات و لوتا بود، و میگه اون پیر احمدی هم که شما گفتید هنوز بچه هاش و اینها اونجا هستن، یه مشتی آدم های چاقوکش، حتی یکشون زده بود آدم کشته بود. من از کمال پیر احمدی دوست عزیز هیچ بدی ندیدم، یه آدمی بود با وجودی که هیکل بزرگ و قد بلندی داشت، خیلی آدم مهربونی بود، به هیچ که زور نمیگفت، بعد هر وقت مربی کشتی نمیمد این نرمش و کشتی و اینها رو مثل معلم این میشد. ولی یک احمقی به نام علی اصغر پیر احمدی یه بار زنگ زد و گفت که آقا اینجوری و اونجوری و شما که میگی شاه اینجوری اونجوری و اینا، و فحاشی کرد. من اومدم صداش رو تو برنامه گذاشتم،
بعد بهش گفتم که شما برو از کمال پیراحمدی بپرس که این برادران سربی کی هستن کی بودن، و ضمناً بهش بگو آقای پیراحمدی همون سالی که شما و آقای همون مهدیاری که بهتون میگن، همین که به زور از مادر ما شهریه رو ستاشو یه جا میخواست بگیره، همین چون علاقه به ورزش و اینها داشت، دسیسه میگن دسیسه نمیدونم، اومدن شناسنامه اسدالله پیراحمدی رو به جای کمال پیراحمدی که مثلا 20 سالش بود 19 سالش بود گذاشتن، و تو تیم جوانان کمال پیراحمدی برنده شده بود. که من همون موقع هم که مثلا این برگشت رو تو مدرسه جشن گرفتن و اینها، به نظرم میمد این یک کار احمقانه و یک دزدیه. جالب این که معلم ورزش و دبیر و اینها هم ناظم و اینها هم خیلی خوشحالن، و این از این بود که دیگه این آقای علی اصغر پیراحمدی هم دومشو گذاشت لای پاش و رفت. دومشو گذاشت لای پاش، میدونید سگا وقتی میترسن دومشون رو لای پای خودشون میذارن، دومشو گذاشت روی پشتش، عقرب وقتی که مثل که میخواد اون نیش بزنه به خودش و اینها دومشو میذاره روی سرشو میره. در صورت ببینید چقدر از تلویزیون مردم چی یاد گرفتیم. یادتون باشه تلویزیون مردم رو حمایت کنید. تا دو دقیقه دیگه اون فیلم آقای فرید زکریا رو میذارم که به انگلیسی حرف میزنه، اگه کسی میخواد اون رو درست کنه زیرنویس فارسی، با زیرنویس فارسی میذاریم، ولی لب مطلبش اینه که میگه آمریکا تو که با این حرکات جنایتکارانه دیگران را از بین بردی، من رئیس جمهور نورد کره شمالی چگونه به تو اطمینان کنم و ترجیح میدم مقاومت کنم، مردم من پشت من وایسادن با وجود که فقیرن، گرسنه هستن، چراغ ندارن، برق ندارن، ولی پشت سر من وایسادن تا روزی که یا تو بزنی منو بکشی یا به اصطلاح ما هم اتمی شدیم دیگه هم تموم. در صورت دوستان عزیز انقدر مقاله و اینها گذاشتم اینجا، ولی هر روز که ما میان فکر کنیم 2 ساعت خیلی وقت زیادیه، ولی گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از اینکه با تلویزیون مردم بودید و برنامه من توجه کردید ممنون متشکرم. لطف کنید به دوستانتون هم معرفی کنید. امیدوارم در برنامه‌های آینده شما هم مهمون برنامه ما باشید. باز هم از آقای رایان ممنون متشکرم. و رایان عزیز اصلا ویدیو ما رو فراموش کن، شما بیا برنامه بساز و اون چیزی که تو فکرته تو مغزته با دوستان بیننده در میون بذار، سهیم و شریک باش. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ویدیوی آقای سهراب چمنارا هم بعد از ویدیوی آقای فرید زکریا پخش میشه و تا چهارشنبه هم میمونه. روی فیسبوک هم لینکش رو براتون قرار میدم، توی فیسبوک خودشون هم هست. مرسی و به امید دیدار شما، حالا چه اینجا چه حضوری.